ضمن عرض سلام و خوش آمدگویی به تک تک شما عزیزان، همراهان و همکاران محترم، امروز در خدمتون هستیم با فراخوان ویژه از کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با موضوع واقعه 18 تیر ماه کوی دانشگاه. سخنان جلسه جناب آقای منوچهر شفایی، پژوهشگر و فعال حقوق بشر. من دست در کاران فراخوان رو خدمتتون معرفی میکنم و جلسه رو آغاز میکنیم. مسئول جلسه خودم هستم، ستاره دژم. منشی جلسه جناب آقای مصطفی منیری، ادمین ها سرکار خانم پریسا سخایی و آقای مهدی افشارزاده و حمید رضا تقی‌زاده. ضبط صدا جناب آقای احسان احمدی خان. دوستان ممنون میشم در صورتی که خواستید مشارکت بکنید، سوالی بپرسید، با علامت دست من و ادمین های محترم رو راهنمایی بکنید. جناب شفایی هستیم در خدمتتون. من فکر کردم که خیلی خوب میشه اگر که یک پیشگفتار یا در واقع یک مقدمه ای از قبل از واقعه 18 داشته باشیم، چه سلسله اتفاقاتی افتاد که به اونجا رسید و اون اتفاقات 18 در واقع متاسفانه اتفاق افتادن، یا مثلا شخصیت های مثل سعید امامی، روزنامه سلام، دفتر تحکیم وحدت یا انصار حزب الله. اینا من یه سری کلید واژه آماده کردم که اگه مایل باشین در موردشون به ما بگید، ما میشنویم ازتون. فکر کنم که مایکتون بست است. سلام میکنم خدمت شما دوستان و شنوندگان. عرض کنم خدمتتون که در رابطه با واقعه 18 تیر، در واقع خود 18 تیر فقط یک واقعه برای یک جنبش دانشجویی به تنهایی نیست، یک اتفاقی بود در رابطه با عرض کنم که بحث مشکلات مطبوعات یا سانسور در مطبوعات یا قواعد ناجور در مطبوعات. اگر یادتون باشه در سال 76 که آقای خاتمی انتخاب شد به عنوان رئیس جمهور، همزمان عرض کنم که چند تا اتفاق پیاپی افتاد. یکی قطع‌های زنجیره‌ای بود و بعد از قطع‌های زنجیره‌ای در واقع یک سری مشکلاتی در مطبوعات پیدا شد، یه سری مشکلات شد و میدونیم که مجلس به قول معروف اصلاحات هم دنبال این بود که مجلس پنجم قرار بود که بتونه یک سری قوانین مطبوعاتی رو درست کنه که جلوی باز شدن اون فضا در واقع گرفته بشه. برای همینه من اینجوری باز جلسه رو موضوع شروع میکنم که قواعدی رو که دولت جمهوری اسلامی قرار بود در مجلس ببره و به تصویب برسونه، قواعدی بود که برمیگشت به قوانین مطبوعات دوره پهلوی 1304. یعنی وقتی قوانین 1334 رو قرار بود مجدد دوستان تایید بکنن و در اختیار قرار بدن. خب ما اول بیایم به این قواعد نگاه کنیم، ببینیم اینا چه موضوعاتی رو به اصطلاح در نظر گرفته بودن، یعنی این اقتباسی که انجام میشد. و برای اینکه بدونید این قواعدم آقای سعید امامی طراحی کرده بود، داده بود به آقای فلاحیان که انجام بدن. بعد خورد به مسئله قطع‌های زنجیره‌ای و دستگیری سعید امامی و اون 20 خورده نفر عواملشون، که بعد سعید امامی هم در زندان در واقع داروی نظافت خورد و مردوندنش، حالا هر چی اسم میخواید بذارید. این اتفاق در اون زمان در واقع افتاده بود و یه بحثی بود سر همین که اون قوانین رو بیارن در مجلس مطرح بکنن و عنوان بکنن. خب این چه قوانینی بوده که در واقع مشابه هم بودن؟ اگر که نگاه بکنیم قوانینی که در پیشنهاد شده بوده که انجام بشه، فصل ششم
از ماده 23 تا 35 کاملا کپی برداری شده از فصل سوم و چهارم قانون مطبوعات 1334 پهلوی. یعنی ماده 23 تا 35 و فصل سوم و فصل چهارم مطبوعات دوره پهلوی سال 1334، یعنی اصلا علاقه به رشد نداشتن، حاضر نبودن یه چیز جدیدی بردارن بیارن. حالا این قوانین چه مشابهتی با هم داشتن؟ مثلا یکی از مواردش این بود که اگر اسناد محرمانه نظامی رو منتشر بکنن دادگاه باید بره، یا اینکه اگر که یه جایی یه شاکی خصوصی هم نبود، خود به اصطلاح دولت میتونه، در واقع دادستان میتونه اقدام بکنه. عین این در ماده 12 و 11 فصل ششم مطبوعات سال 34 بوده. یا هر کسی که به وسیله مطبوعات مردم رو وادار بکنه به اقدام علیه امنیت ملی، یعنی جرم به جرم به ارتکاب حرکتی انجام بخوام بدن، در واقع ماده 25 خود پیشنهادی آقای سعید امامی بوده. یا ماده 26 که هر کس که در مطبوعات به دین و مبانی دینی اسلام در واقع توهین بکنه، اون هم در واقع جزء شامل این قوانین است. که این در واقع ماده 13 مطبوعات 1334 پهلوی بوده. یا در ماده 27 گفتن نشریه که به رهبر جمهوری اسلامی یا مراجع تقلید اهانت بکنه، اونا پروانهشون لغو میشه، مدیر مسئول، نویسنده، همه رو میگیرن میبرن. این همینم در زمان پهلوی ماده 16 مطبوعات بوده، یعنی اگر به شاه و ملکه و ولیعهد احیانا توهینی بشه روزنامه بسته میشه، سردبیر رو میگیرن. حالا یه مقاله است اومده، حالا به جای اون شخص رو برن بگیرن، کل روزنامه رو تعدیل میکردن. یا مثلا ماده اینم در واقع مثل همونه. اینجا یه مشکلی که وجود داشت این قوانین برای این بود که اگر که یه روزنامه رو ببندن، که خب این روزنامه شامل یه سری کارمند و عوامل نمیدونم از آبدارچی و راننده و پخش کننده و نمیدونم روزنامه نگار و عکاس و و و و حداقل یه چیزی از 20 نفر در یک نشریه در سطح پایین جایی بخواد کار بکنه، اگر یه مقاله به اشتباه بیاد دفعتا اون روزنامه بسته میشه، مدیر مسئول همه زندانن، روزنامه هم بسته میشه. اون 20 نفر میشن بی خانمان، یعنی نه حقوق دارن، نه زندگی دارن، نه چی. در زمان پهلوی هم همین بود، الان هم همین قانون رو گذروندن. البته یه منطق باشه، فکر نکنید اینا نمیدونن. منطقش اینه که وقتی که یک کارمند جزئی در یک روزنامه ببینه دارن یک نامه مینویسن یا دوتا اقدام علیه دولت دارن میکنن یا علیه اسلام میکنن، علیه شاه میکنن، علیه هم خامنه ای و نمیدونم ولایت فقیه و همسالان میکنن، خب طبیعی میاد جلوشو میگیره، چون نون خودش بریده میشه. یعنی خودشون در واقع سعی میکنن که اون خودسانسوری در درون اون نشریات وجود داشته باشه، برای اینکه نشریه رو ببندن کسی حقوق نمیگیره. حالا اگر روزنامه باشه طبق قوانین 6 ماه، اگر نشریه باشه 1 سال، اگر عرض کنم که تکرار بشه تا 5 سال نمیتونه اون مدیر نشریه دوباره بیاد نشریه بزنه. یعنی جرم ها رو به جای اینکه احترام بذارن به بسرا حق آزادی بیان، با این گونه موارد جلوشو بستن، چه در زمان پهلوی چه در زمان حال. و این در واقع همون چیزی بود که در واقع داشتن در مجلس مطرح میکردن، که دفعتا یک نامه‌ای در روزنامه سلام سه‌شنبه صبح 15 نوشته میشه و میاد روزنامه سلام بیرون، که البته این جزء نامه‌های محرمانه بوده که از اسناد در میاد و عرض کنم که ارائه داده میشه. بعد از 2 ساعت روزنامه سلامو میبندن.
البته قبل از اون در مجلس بحث بود که آقا ما میخواییم قانون مطبوعات رو عوض کنیم، قانون مطبوعات بیاد. در اون روزنامه هم نوشته شده که این قانون، همین چیز که من گفتم خدمت علی، خیلی مفصل‌تر هست. من دیگه نخواستم وقت شما رو بگیرم که والا کل مطالب هم مال پهلوی رو دارم، همین رو دارم که در اونجا در واقع در مجلس مطرح بوده و نامه‌ای که میاد میگه آقا این طرح آقای سعید اسلامی، سعید امامیه که اصلا دستگیر شده، جزو خائنین به جامعه است، دستگیر شده، زندانه. بعد این تازه مطابقت داره با زمان پهلوی. این چیز نوآوری نشده اینجا جز اینکه یک اتفاق نادرست است. چرا باید مجلس راجع به این صحبت بکنه؟ خب بلافاصله روزنامه سلام رو میبندن و زمزمه در مجلس هست، اعتراضای کوچیکی در مجلس میشه در چهارشنبه. چهارشنبه بعد از ظهر یعنی روز 16 هم یه عده حدود 14-15 نفر از دانشجوهایی که تو خوابگاه بودن میان سر چهارا امیرآباد در طرف گیشا میرن برمیگردن و روز 17 پنجشنبه که مجلس در واقع بعد از این تظاهرات رو میشنوه میگه فعلا مسکوت بمونه تا بعد دیگه، در روز 17 نمیشینن راجبش صحبت بکنن، میگن بمونه برای بعد، چون به حال تو خود مجلس هم یه عده‌ای مخالف این داستان بودن و مطرح کردن. 17 بعد از ظهر که مجلس هم اینو ادامه نمیده، دانشجوهای خیلی زیادی راه میافتن و وارد خیابون میشن توی امیرآباد و تا گیشا میرن و عده‌شون خیلی زیاد بوده. به همین دلیل لباس شخصی ها و یه مقداری هم نظامی ها وارد قضیه میشن، دانشجوها برمیگردن به خوابگاه. وقتی اینا برمیگردن به خوابگاه، بیرون خوابگاه در واقع بحثشون میشه، صحبت میشه و ساعت 12:00 میشه دفعتن لباس شخصی ها، حالا برادران بسیج یا کیاک بسیج یا ارتش یا هرچی، حمله میکنن به خوابگاه دانشگاه. در واقع در اولین ساعت 18 تیر وارد خوابگاه دانشگاه میشن و دیگه همه دوستان میدونن که تخریب کردن، کشتن، زدن، داغون کردن، پرتاب کردن، هر کاری دلشون خواست کردن، که حالا من در آخر میرسیم به این که خب بعد نتیجه چی شد. بعد از این قضایا تا صبح، بعد بالاخره یه عده‌ای که جزء افراد اصلاح طلب مثل آقای حجاریان و و و و اینا بودن که با آقای خاتمی میان و جلوی این اتفاق به نوعی کمتر میشه، میان بیرون. حالا دانشجویان از صبح حق خواه میشن، میگن آقای حق ما نیست، چرا ریختین دانشگاه؟ حرکت میکنن میان به طرف دانشگاه تهران. یعنی در 18 تیر در واقع جنبش شروع میشه، شکل قوی تری میگیره، بین مردم صدا پیچیده میشه و بیشتر متوجه میشن، حرکت میشه تا به سمت دانشگاه میرن. جمعه بعد از ظهر در دانشگاه، در مسجد دانشگاه تحصن میکنن. این یه تعریفی از این شروع این داستان هست که چگونه بود و چه اتفاقی افتاد. تو این قضایا یک مجموعه به اصطلاح وجود داشت، من الان خدمتتون بگم، یه انجمن، والا اسمش یادم میره، دنبال این کلمه‌اش هم دارم میگردم، که آقای تحکیم وحدت. باز مرسی. بله. خب حالا این تعریف رو داشته باشیم. از اون طرف میدونیم که برای جنبش های دانشجویی بعد از انقلاب، برای اینکه جنبش ها شکل نگیره، اومدن هر کدوم انجمن های اسلامی متفرقی برای خودشون درست کردن. این انجمن هایی که درست شد کوچیک کوچیک در هر دانشکده، و چون تعداد دانشگاه خیلی زیاد شد دیگه، سر هر گذر یه دانشکده آزاد یا دانشگاه آزاد بود دیگه، تعداد زیاد شد. در زمان رفسنجانی قرار شد بیان یک شکل دیگری به این بدن، اومدن یه تشکیلاتی درست کردن به نام دفتر تحکیم وحدت. و این دفتر تحکیم وحدت هم در واقع از همون بچه های انجمن اسلامی بودن که انتخاب می شدن و از همون عوامل بودن و کارشون در واقع کنترل بیشتر دانشگاه بود. یعنی اگر که دانشجویی می خواست به قول معروف
پایان نامش رو بگیره، چه میگن لیسانسش رو بگیره، مهندسیش رو بگیره یا هر مدارکی از دانشگاه بگیره، باید دفتر تحکیم وحدت امضا میکرد. یعنی در واقع خودش یه مرجعی به عنوان حراست بود. اما در این اتفاق که افتاد، اون جوانایی که در خود تحکیم وحدت بودن مثل افشاری و دیگه خیلی از همین بچه ها که حالا من زیاد دنبال اسمای فرد نیستم، این افراد در واقع در همون نشستی که در مسجد دانشگاه قرار دادن ایستادن، تحسن کردن و در واقع به سمت سوی دانشجو اومدن و به یه نوعی داشتن ابراز همکاری میکردن به مردم دیگر، یعنی خودشون هم جزء یه بخشی از این مخالفین شدن. خب با توجه به این قضایی هم که افتاد، دیگه از شنبه صبح دیگه صداها پیچید و دانش آموزا، دبیرستانی ها تماما وارد دانشگاه شدن و یک مرجعی برای تظاهرات شد. البته من یادآوری بکنم، ما مردم در ایران هممون تحت سرکوب و فشار هستیم، هر آینه منتظر یک ترقی هستیم، یک تکونی باشه، یک حرکتی باشه، همه وارد میشیم. چرا؟ چون دائم احساس دیکتاتوری داریم، دائم چه زمان پهلوی چه الان دائم این احساس رو داشتیم که مثلا یه موردی بشه ما هم بریم عکس العمل نشون بدیم در واقع، اما کوچیک کوچیکه دیگه متاسفانه. حالا شنبه وقتی میان دانشجوها حرکت میکنن میرزن تو خیابون، یه عده ای از طرف نیروهای حالا حزب الله، نیروهای عرض کنم که مأمورین مخفی یا خود حتی پلیس عکس العمل نشون میده، درگیری در دانشگاه ایجاد میشه و بعد از این درگیری ها خب اون پیرن خونین آقای باطبی که جز تصاویر جهانی شده است دیده میشه، در روزنامه چاپ میشه، در روزنامه های نمیدونم چی چاپ میشه و روزنامه را ابزرور فکر میکنم اگه اشتباه نکنم چاپ میشه و پخش میشه و همه دنیا میبینن. به همین دلیل یک عقب نشینی سیستماتیک دولت یا قدرت ها میکنن، یعنی ارتش یه عقب نشینی میکنن، اجازه میدن دانشجوها حرکت های بیشتری انجام بدن، تا جایی که تا روز یک شنبه حرکت میکنن، دم وزارت کشور میرن و در اونجا عرض کنم وزیر کشور و نمیدونم خود نمیدونم تاجزاده یا عوامل اصلاح طلب میان و جلوی جوان ها رو میگیرن و میگن که ما پیگیری میکنیم و از طرف آقای خاتمی میگیم و یه سری از این حرفا. اما تا دوشنبه عرض کنم که این اتفاق ادامه داشت و عرض کنم که روز 24 که میشد سه‌شنبه، دقیقا تا روز سه‌شنبه ادامه داشت که دوشنبه شب آقای خاتمی تقاضا میکنه، مردم خواهش میکنم اجازه بدید امنیت بمونه، آدما سوء استفاده میکنن، اینجوری میشه اینجوری میشه. همزمان هم به اصطلاح ارتشی ها و سران سپاه یک نامه مفصلی مینویسن و به آقای خاتمی که اگر اقدام جدی نکنیم ما مجبوریم ما اقدام کنیم و حالا اسامیشون هم هست اگر خواستید میتونم بگم براتون، زیاد مهم نیست، حالا اسامی همین قالیباف و همساله و مالا آدم های هستن که چند تاشون هم توشون جاسوس در اومده حالا که دیگه گذاشتنشون کنار. و این داستان در واقع به این سبک جلو رفت و دوشنبه 21 اکثر خیابونا، یعنی یه قسمت مرکزی تهران تا میدون ولیعصر در اختیار جوانان بوده و همش در تظاهرات عکس العمل نبوده، که در واقع 23 24 خامنه ای میاد بعد از اون نامه هم که نوشته میشه میاد و گریه میکنه و بعد میگه که من فهمیدم اشتباه شده و نباید حمله میکردن و ما ناراحتیم چرا خوابگاه حمله شده و و و و. من برای اینکه بدونید دوستان، این حمله به خوابگاه و حمله به دانشگاه، ورود به دانشگاه
در واقع از سال 16 آذر 1332 مد شد. قبل از اون دانشگاه حرمت داشت برای خودش، یعنی کسی اجازه ورود به دانشگاه رو نداشت، که متاسفانه در 16 آذر 1332 پلیس، ارتش، حتی خلبان ها حمله کردن، به اصطلاح نیروهای ویژه، گارد ویژه حمله کردن در زمان پهلوی، و بعد از اونم سال 1340 حمله کردن به خوابگاه دانشجویی و به خود دانشگاه، دانشگاه حقوق. سال 48 که من خودم دانشگاه بودم، به خاطر بحث گرانی اتوبوسا بود، در 16 آذر ریختم تو دانشگاه، دو هفتم دانشگاه تعطیل بود. یعنی این ریختن به دانشگاه و اومدن در واقع مد شده بود و در زمان جمهوری اسلامی در واقع جزء پوزای جمهوری اسلامی بود که نه دانشجو آزاده، دانشجو چنانه، ولی هی اومده بود نیرو برای خودش جمع کرده بود، انجمن اسلامی، نم چی اسلامی ساخته بود. چون میدونید که دانشگاه، در من این دوره نبودم ولی شنیدم، دانشگاه چند مورد حراست داشت، یه حراست معمولی، یه انجمنای اسلامی، یه حراست، یه گروهی هم بودن که مخصوص خامنه ای میومدن، اسمشون نمیدونم چی میذاشتن. این در واقع کاملا بسته بود قضیه رو. زمان پهلوی خب مأمور مخفی داشتن، همون ساواکی ها بودن، تعدادشون هم از خود دانشجو انتخاب میکردن، هر کاری میکردن، ولی نه به این شکل دیگه. اینجا 3-4 مورد در واقع انواع حراست و کنترل وجود داشت. حالا با توجه به این به اصطلاح جمع کسایی که داشتن کنترل میکردن سیستم دانشگاهی رو، کمتر حمله میشد و این تقریبا اولین بار بود که به خوابگاه حمله کردن در زمان جمهوری اسلامی. و بعدش هم دیگه حمله به خود دانشگاه، چون حمله کردن شنبه به خود دانشگاه، ریختن تو دانشگاه و اون زد و خوردی که در مسجد دانشگاه شد و این اتفاقات افتاد، تا اینکه دیگه آقای خامنه ای اومد گفت آقا من اشتباه شده و من کسایی که خاطی هم دستگیر میکنیم، چنین میکنیم، چنان میکنیم، و ولی کسایی که هوادار من هستن و هوادار ولایت فقیه هستن فردا چهارشنبه بیان بیرون. یعنی چهارشنبه که میشد روز 24 هوادارا اومدن، هوادارای خامنه‌ای که اومدن کسایی بودن که بانک ها رو آتیش زدن، مغازه ها رو آتیش زدن، تمام شلوغ بازی ها رو، ببخشید، روز 23 اومدن آتیش زدن و بعد گفت دیگه من اجازه نمیدم این کشت این کارا بشه، هوادارای من بیان. هوادارا اومدن ریختن هر چی دلشون خواست زدن، یعنی هر کی تو خیابون خود شخصی ها میزدن. و من آدمی داشتم در همین آلمان که ایشون توی یک از این فروشگاه های تهران یه مغازه بهش داده بودن، این فروشگاه بزرگ کوروش و اینا، یه مثلا دکه داشته، مثلا این جزء آدمایی بود که گفت به من گفتن من اومدم میزدم همه رو، یعنی اصلا یعنی آدم های بیقاعده، برای اینکه مثلا طرف یه دوزار اینجا توی مغازه داشت گیرش میومد، اومده مثلا دانشجو رو کتک زده و امثال هم. حالا من متاسفم دیگه، حالا آدم احساس ناراحتی میکنه، ولی با این اتفاق که ریختن در واقع جلوی حرکت دانشجو رو گرفتن و البته کلی دستگیر شدن، که در همون ابتدا یعنی ظرف 5 نزدیک 13 نفر حکم اعدام گرفتن و حالا امثال باطبی و و و و حالا اسامی رو خودتون میتونید ببینید. و این اتفاقا در واقع باعث شد که یک حرکت که میتونست حرکت آگاه سازی باشه، حرکت منطقی باشه، تبدیل به یک جریانی شد. و این قضیه هم یه در واقع تمرینی هم برای جمهوری اسلامی شد که هر وقت تظاهرات میشه یه درم از خودش میریزه، آتش سوزی میکنه، خرابکاری میکنه تا بعد جریان رو به نفع خودش تغییر بده. این موضوعاتی که صحبت کردم اینا اتفاقای واقعی بوده که افتاد، اما یه سری پیامد داره این قضیه. خب پیامد 18 تیر در واقع کلی دستگیری، کلی خانواده، کلی کشته، زخمی،
و بعد یه سری دستگیر و بعدش هم یک سری خب متهم هستن دیگه، حالا انصار حزب الله هستن و و و و که دیگه ریختن به این قضايا. خب یه عده از دانشجوها رفتن شکایت کردن، حالا هم خانواده‌ای که یک دو تا کشته داشتن، یک چند نفر مثلا غیب شدن، هنوز هم غیبن، مثل زینالی و هنوز کسی دسترسی نداره بهشون. این وکلا میان اقدام بکنن، شکایت میخوان بکنن علیه پلیس و علیه حزب انصارالله و اقداماتی که میخواستن انجام بدن. خانم شیرین عبادی، آقای دکتر رهامی میان و شروع میکنن روی پرونده ها کار کردن. یک فردی به اسم ابراهیم، حالا اسمش یادم میفته میام، ایشون جزء انصار حزب الله بود، کسی بود که از اینا بریده بود و در کتک زدن در دانشگاه و اینا شریک بوده، حضور داشته. امیر فرشاد ابراهیمی، امیر فرشاد ابراهیمی میاد همزمان به خانم عبادی مراجعه میکنه و به خانم عبادی میگه که من میدونم چه کسایی حمله کردن، آدم ها رو میشناسم، موضوعات رو میدونم و اصلا میتونم انصار حزب الله رو برای شما تعریف کنم، چون خود من از 11 سالگی اونجا بودم، از همون طریقم رفتم لیسانس حقوق گرفتم و منم جز افرادی بودم که همیشه در مراسم تظاهرات شرکت میکردم و مراسم به هم میزدم. خانم شیرین عبادی میاد موقعی که این آدم این صحبت رو میکنه، میاد به آقای رهامی میگه و این دوتا میان با ایشون صحبت میکنن و برای اینکه ایشون فرار دبه نکنه میان دوربین میذارن فیلم برداری میکنن ازش و در این فیلم آقای امیر فرشاد ابراهیمی شروع میکنه به تعریف کردن که بله من اینه 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 اتفاقایی که در دانشگاه افتاده تعریف میکنه، همین کارا رو میکنه و خانم عبادی چند تا حلقه از این فیلم رو انجام میگیره و برای رئیس مجلس میفرسته، برای رئیس قوه قضاییه میفرسته، برای مصلحت نظام میفرسته که در واقع اینا رو ببینید که چه خبره، یعنی در واقع این کار رو بکنید. خب به جای اینکه این قضایی ها بگن چه خبره، میان خود خانم عبادی و آقای رهامی رو میگیرن میکنن زندان و زمانی که دادگاه بوده در خرداد ماه سال 80 دیگه امکان دفاع نداشتن و دانشجوها میمونن بدون وکلاشون و عرض کنم که امیر فرشاد ابراهیم هم میگیرن میکنن زندان، دوباره دو سال زندان میمونه و یه سری داستان ها این چنینی انجام میشه و خب حتما شنیدین که دادگاه برگزار میشه، در تمام طول دادگاه که حدود 20 خورده شاکی بوده، همه ضرب دیده، ناقص شدن، کور شدن، فلج شدن و و و و حکم صادر میشه که خب ما چون معلوم نیست کی کی به چی بوده و اینا، ما خسارت خود دولت دیه میده به این آدم ها و فقط یک استوار اروجلی محکوم میشه به 150 هزار تومان بابت ریشتراش که دزدیده بوده. کل داستان پرونده‌ای که این همه جنایت، این همه خیانت، این همه سانسور، سرکوب و همه اینا رو ایجاد کردن تبدیل میشه به یه همچین چیزی که اینا دیگه در واقع نرماله توی مملکت ما. متاسفانه معلوم هم نشد که این قضایا به کجا رسید. خب یه بخشی الان راجع به 18 تیر 78 صحبت کردیم، یه قسمتی هم راجع به قبل گفتیم، برای قتل‌های زنجیره‌ای صحبت کردیم، وجود آقای خاتمی و اصلاح طلبی. من دلم میخواد که بقیه رو یه کوچولو ادامه بدم، یعنی یه بررسی اجمالی بکنیم که خب این چه اتفاقایی داره میفته. خب بعد از این قضایا، خب سال 79 مجلس ششم انتخاب میشه، مجلس ششم میشه مجلس اصلاحات و مجلس اصلاحات میشه تمام طرفدارای خاتمی میان و عملا مجلس در اختیار
اصلاح طلبا بوده و اینا اولین کاری که میکنن اقدام میکنن سال به اصطلاح 79 در رابطه با عرض کنم که برای آزادی بیان و از بین بردن اون قوانین و کارهای چیزی که میخوان انجام بده. خب چون بحث آزادی بیان خیلی زیاد شده بود، یه کنفرانس برلین برگزار میشه، 21 از نویسندگان و سخنرانان و مثل اسما یادم میره متاسفانه، پهلوان و علی افشاری و عرض کنم جلایی پور و رئیس دانا و عرض کنم اینا همه میان به آلمان و در آلمان 3 روز کنفرانس داشتن در کنفرانس برلین، که به اصطلاح در اونجا متاسفانه جامعه بیرون ما که فرقی با جامعه داخل گاهی ندارن حمله میکنن و خرابکاری میکنن و داد و بیداد میکنن و نه اجازه میدن اونا حرفشون رو بزنن نه خودشون حرفشون میزنن و یه مسائل این چنینی ایجاد میکنن و جمهوری اسلامی هم از این قضیه سوء استفاده میکنه، بلافاصله میاد دفعتا ظرف 3 روز 32 تا روزنامه رو میبنده و کلی روزنامه نگار دستگیر میکنه، زندان میکنه و از خرداد ماه که در واقع قرار شد که مجلس اصلاحات شروع به کار بکنه، اولین کاری که میکنن میگن آقا بیم قانون مطبوعات رو درست کنیم، چون تمام روزنامه رو بستن، مدیرانشون دستگیر کردن، روزنامه‌گاشو گرفتن. یه داستانی داره، هم موقعی که آقای اژه‌ای سحرخیز و گاز گرفته، اونه که داستانشو میدونید مال همون دوره است. و بعد از این قضایا که مطبوعات بسته انجام میشه، مجلس ششم میاد قانون میذاره، یعنی اون قانونی که دست بررسی بوده مال آقای سعید امامی بوده اونو بذاریم کنار، ما بشیم راجع به خود قوانین صحبت بکنیم، طرح جدید، موضوع جدید. و وقتی شروع میکنم به صحبت کردن، همزمان در تیر ماه 79 میخوره به تعطیلات تابستانه، تعطیلات تابستانه تمام میشه، ملت در مرداد ماه بعد از تعطیلات برمیگردن و آقای کروبی هم که رئیس مجلس بوده، بحث شروع میشه سر قانون مطبوعات. حکم حکومتی میاد، حتما میدونی حکم حکومتی چیه دی؟ حکم حکومتی دستوری که آقای ولایت فقیه وقتی صادر میکنه دیگه خلاص، یعنی دیگه شک و چونه نداره، حکم حکومتی صادر میشه و عرض کنم که در همون جا همون قانون آقای سعید امامی در مجلس تصویب میشه و میگن همینی که هست باید اجرا بکنید و بریم پی کارتون. حرف زیادی هم تو مجلس زده نشه، چند نفر بحث کردن ولی اصلا یک دو تا اعتصاب کردن، داد زدن، جیغ زدن، ولی حکم حکومتیه و دیگه اصلا اجازه کار داده نشد. و میبینیم که در واقع نوع نگاه، نوع سانسور، نوع نگاه سرکوب، نوع نگاه فقط حقیه که خودشون برای خودشون قائلن. یه بخشی اینجا من صحبت دیگه‌ای دارم اضافی، برای این هستش که من باورم اینه که ما بایستی تلاش کنیم جامعهمون آگاه بشه. ما اگر جامعه در آگاهی حرکت بکنه میتونیم این قضایا رو حل کنیم. وقتی در آگاهی حرکت کنیم گول نمیخوریم، در آگاهی حرکت کنیم میتونیم به نتیجه بهتری برسیم. اما همیشه هم گفتم متاسفانه اتفاقایی که میفته تیکه تیکه است. یه تیکه دانشجوه، بعد معلمه، بعد پرستاره، بعد کارگره، بعد یه کارگر جای دیگه است، بعد نمیدونم معدنه، دکتران، چه میدونم بازنشستگان، هر روز یه مدل از اینا هستن و اینا هنوز منسجم نشدن و امیدواریم که در آگاهی این انسجام پیدا بشه. من خیلی هم صحبت کردم، شاید هم تونتون گفتم، میبخشید، ولی اگر سوالی هم هست یا چیزی از ذهن من رفته یادآوری کنید که اگه لازمه توضیح بدم توضیح بدم، در خدمت هستم. ممنون جناب شفایی، خیلی هم عالی بود، خیلی اطلاعات ناراحت کننده در این حال کامل بود به نظرم. دوستان اگه سوالی هست
بفرمایید. من خودم یک سوال داشتم جناب شفایی، اونم این که زمانی که آقای خاتمی کاندید شده بودن، خب اصلا اون زمان ها خیلی قبلتر، الان به نظرم کمتر، دانشجوها واقعا نقش تاثیرگذاری توی جوامع داشتن خیلی بیشتر نسبت به الان. و خب وقتی آقای خاتمی کاندید شدن، دانشجوانی بودن که تمام قد از ایشون حمایت کردن و چقدر خب خیلی همون شاهدیم که کلی هزینه کردن و وقت گذاشتن و اینا. و توی اون واقعه حالا بعد از در واقع 18 تیر 19 20 اینا، دانشجو توقع داشتن که حالا که از این آدم حمایت شده یه حمایتی برگردونه بهشون. ولی خب چیزی که من فهمیدم خوندم و حالا توی مستنداتی که درست شده دیدم، آقای خاتمی در واقع کوچکترین واکنشی نسبت به اعتراضات این دانشجو نشون نداد از خودش و پشت سر رهبری در اومد و خیلی شفاهن گفتش که من نمیتونم نقطه مقابل آقای خامنه ای قرار بگیرم و پس موضع خودش رو مشخص کرد. و به نظرم خیلی خیلی زیاد اون جماعت اون روز که معترض بودن رو ناراحت کرد، چون توقع داشتن از آقای خاتمی. به نظر من میتونست با یک سخنرانی نه تنها معمولی قضیه رو به نظرم تا حدی کنترل کنه، ولی تصمیم گرفت یعنی اون موقع این کار نکنه. حالا نمیدونم که من درست برداشت کردم از میگم چیزایی که خوندم و دیدم و اینا، خب چون سن من قد نداد به اون زمان، ولی چیزی که من فهمیدم این بود که واقعا آقای خاتمی اون زمانی که میتونست از این جماعت حمایت کنه این کارو نکرد. و میخوام ببینم که واقعا همینه یا یه چیز دیگه هست که من مایک شما هم بازه بفهم. اگه اجازه بدید دوستان دیگه هم صحبت بکنن. بله حتما، به ترتیب جواب میدم. جناب آقای محمد بود بفرمایید. بله متشکرم. عرضم به حضورتون که میخواستم نظرتون رو بدونم راجع به این که ما میتونیم از نگاه دیگه ای هم به این منظر نگاه بکنیم. مثلا اینکه جمهوری اسلامی ایران تا الان نشون داده که همیشه یه سناریویی داره برای منحرف کردن افکار عمومی. میخوام ببینم که این سناریو شامل، به نظر شما این سناریو شامل واقعی کوه دانشگاه میشه؟ شاید میخواستن افکار عمومی رو به قول خودتون از قطرهای زنجیری دور بکنم. متشکرم. بفهمم جب شد. دوست دیگه سوالی ندارم. از که من اول مال آقای محمدپور رو بگم چون راحت تره. نه. یعنی اصلا همچین نگاهی من ندارم. من سیر قضیه رو توضیح دادم که چگونه بوده. در حال دانشجو ذهنش آزاده، همیشه در تکافو، در تلاشه و قطعای زنجیری هم بنز کافی لو رفت و دیگه نیازی نداشت که بخواد لوسش بکنه، کاریش بکنه، یعنی لو رفته بود دیگه. خود خاتمی اقرار کرده، خود رئیس ساواکشون فلاحیان رو برداشتن، هم دوری نژاد و دوری نژاد از بچه شمشید بازیه، دوری نجف آبادی رو آوردن گذاشتن. بعد در واقع یه همچه اتفاقی افتاد. نه من این دیدو ندارم. در رابطه با بحث دوی خورداد و انتخاب خاتمی، خب یک جهش بود در حرکت جامعه ایران بعد از 20 خورده‌ای سال، شاید نزدیک 30 سال. بالاخره مردم یهو متوجه شدن که این اسلامه به دردشون نمیخوره و یه اسلام دیگری میخوان. اسلام دیگری که خواستن، اومدن سراغ اصلاح طلب جماعت. اصلاح طلب جماعت هم لیدرش آقای خاتمی. بقیه اصلاح طلبان کم از اون نیستن. من یه مثال دیگه برات میزنم که تو خیالت راحت کنم. زمانی که مجلس ششم، اسمش گذاشتن مجلس اصلاحات، تشکیل شد، رئیس جمهور خاتمی، مجلس اکثریت اصلاحات، نورین هم کی او تمام آدمایی که هم خود کروبی، اینا همه آدمایی بودن که در رأس اصلاحات بودن.
مردم تظاهرات میکردن، دم مجلس میرفتن، یک نفر نیومد حمایت کنه از این مجلسی و از مردم. من یادم اون موقع پرستارا اومدن، معلمین اومدن، این دوتا به وضوح دم مجلس جمع شدن و هیچ حرکتی نکردن. همین نماینده مجلس برای دوره هفتم کاندید شده بودن، سلب صلاحیت شدن. این همینا، مثل همین آقای نوری یا این پسره که معروف هم هست، متاسفانه اسما رو سعی میکنم تو ذهنم نگه ندارم چون هرس میخورم دیگه، زیاد مهم نیست. همین افراد آدمایی بودن که در مجلس نرفتن بیرون، بعد خودشون چون رد صلاحیت شده بودن در دیماه فکر میکنم 80-81 آره فکر کنم همون دی 80-81 اینها در مجلس تحصن کردن و از مردم درخواست کردن برای حمایت از ما به مجلس بیاید، به در مجلس بیاید. هیچ کس نرفت. کلی از مردم هم پیام دادن که موقع که ما التماس میگم شما یکی تو نیمد دم در، حالا چون به شما رد صلاحیت شدید ما بیم بگیم چی؟ خود تو هم انتخاب هم بشی میخوایی مثل قبل باشی دیگه، کاری برای مردم نکردی که، جز اینکه فقط شما یه دوره گذروندی، یه حقوقی گرفتی، چهار تا خونه و ماشین و زد و بنداتون رو کردین و داری زندگیتون رو میکنید. یعنی میخوام بگم که در اصلاحات هم هیچ اتفاقی نمیفته، چون اصلاحات یعنی اینکه همکاری کردن با اون دولتی که وجود داره و سعی در بهبود اون. ولی وقتی یه دولتی که میگه آقا من دینم اسلامه، اسلام من شیعه است، پدرم در میارم، نفسم میگیرم، حالا چه اصلاحاتی میخوایم بکنیم؟ بگیم آقا لطفا به جای 10 تا نفس 9 تا نفس بگیر، فرقی نمیکنه. هیچ آرام، یعنی خود اصلاحات در واقع الان خود آقای بند خدا تاج نه تاج مولی فوتبالی تاج زاده مرسی، خود آقای تاج زاده خب جز آدمایی بود که همون موقع هم خیلی سردمدار بود، خیلی. حتی من یه یاداوری بکنم، سال 79 در شهریور ما انجمن دانشجویی اومد در خرم‌آباد یه مراسمی رو برگزار کرد، یعنی درست یک سال و دو ماه بعد از واقعه 18 تیر در 9 شهریور اومدن در یک سمینار یک هفته‌ای در خرم‌آباد برگزار کنن. تاج زاده وزیر کشور بود یا معاون وزیر کشور بود، اجازه داد دانشجوها بیان اونجا و در اونجا حزب الله حمله کرد، کتککاری کردن، جنگیدن، زد و خورد کردن، عرض کنم یه استوار کشته شد و خیلی داستان طولانی داره در همون زمان 79 بعد از واقعه 18 تیر که جایی ثبت نشد، ولی من تو تقویم ما هست، دوستان اگر بزنن میتونن پیدا کنن. و در اون موقع مثلا خود تاج‌زاده کتک خورد، خود استاندار کتک خورد در خرم‌آباد، خیلی مفصل یه روزی در واقع توی خرم‌آباد دانشجوها کتک نک، دانشجوها با اتوبوس در رفتن و حالا مفصله. همون موقع هم باز خود آقای تاج‌زاده جز آدمایی بود که در واقع با اصلاح طلبیش نگاهش بود که بخواد مشکل حل کنه. اما جامعه ای که الان وجود داره با این چیزا برطرف نمیشه. من نمیخوام بگم معتقد به براندازی هم، چون براندازی هم دردی دوا نمیکنه، یعنی اینا برن جامعه ناآگاهه و در ناآگاهی رشدی وجود نخواهد داشت. یعنی منی که به عنوان یک تحصیل کرده ای که میپرسم آقا اعلام جانی حقوق بشر چند تا ماده داره، نمیدونه. وقتی نمیدونم حقم چیه، حق ذاتیم چیه، حق شهروندیم چیه، وقتی نمیدونم، وقتی قانون اساسیمو نخوندم و حق واقعیمو نمیدونم، خب من مدعی نمیتونم بشم. اگرم مدعی بشم، مدعی شعاری میشم، فقط شعار میدم. و این با ادعا و شعار هم نتیجه نخواهیم گرفت. در واقع من میخوام بگم که اصلاح طلبی اصلا تنها گمراه کننده بود و پیچی هم نداشت. الان خود آقای کروبی هم جز مخالفین بود،
شد جزء حزب درست کرد برای خودش، کاری هم نکرد. یعنی در واقع یه شلوغی تهران شد، اینم گرفتن کردن زندان، یه چه بازداشتش کردن. یعنی اتفاق ویژه‌ای که نشانه از آگاهی برای رشد باشه نبوده در همین اصلاح طلبی. چرا؟ شعار زیاد بود، شعارهای مختلف دادن، موضوعهای مختلف رو مطرح کردن. من امیدوارم تونسته باشم توضیح بدم که دانشجوان کردن این کارو، هنوز هم دانشجوهای ما جدی هن. اگر انتخابات میذارن دانشجو میان، نقطه نظر دارن، جوانن، میخوان کارشون انجام بدن، ولی باید آگاه کرد. بله. یه موضوع دیگه که برام خیلی جالب بود که چقدر اون موقع ها آزادی بود در تشکلات تشکیل دادن توی دانشگاه ها. یعنی من نگاه کردم حالا یکی از دفاترشون تحکیم وحدت بود که حالا میتونیم بگیم داخلی بود، وابسته بود یا هر چیزی، کلی دفتر دیگه داشتن تو دانشگاه ها، احزاب مختلف بودن که اون تایم 18 تیر 19 هم و اینا همه با هم متحد شدن، همه با هم میشستن طبق چیزایی که من گوش دادم برنامه‌ریزی میکردن که امروز فلان کار رو بکنیم، بریزیم مثلا فلان جا بریم تا دم بیت رهبری، بعد میرسن در بیت رهبری میگن اینا حق تیر دارن، برگردیم دیگه از این جلوتر نریم و همه کاری که برنامه‌ریزی شده در واقع. حالا این جواب من با جناب آقای محمدپور هم هست که واقعا هر جور به قضیه نگاه میکنیم اون سناریو واقعا کنسله که بگیم خودشون این کارو کردن، چون واقعا یه چیزی بود که به قول گفته آقای شفایی از دل مردم بلند شد، از توی دل جوونا و دانشجوانی که واقعا معترض بودن این اتفاقات افتاد. ولی چیزی که میخوام بگم تکراریه و ما تو همه این سالها شاهدش بودیم، سناریوی تکراری جمهوری اسلامی، به نظر من اینه که از همون موقع روزی که راهپیمایی کردن برای حمایت از خامنه‌ای، وقتی حسن روحانی اونجا سخنرانی کرد، دوباره این جماعت رو عناصر اوباش نامید. همون جور میبینیم که بعدش مثلا احمدی نژاد اومد خس و خاشاک نامید معترضین رو، اونایی که اومده بودن حقشون رو بگیرن، اونایی که اومده بودن بگن آقا این وضعیت بکشیم درست نیست. بنظرم این اون سناریوی تکرار شونده در جمهوری اسلامی که همیشه بعد اینکه کم میارن میگن خب یه سری الفاظ زشت، یه سری صفات ناجور به این جماعت معترض در واقع میگن. البته این عادت آدمایی که صاحب قدرتن برای اینکه بتونن جلوی حق‌خواهی رو بگیرن فقط شعار میدن، شعاراشون هم باید یه جمله‌ای بگن که یه عده‌ای که اهل مطالعه نیستن و آگاه نیستن بپذیرن، مثل اراذل اوباش زمان پهلوی هم همین بود دیگه، دانشگاه ریختن زدن برای چی؟ یه عده اوباش قاطی اینا شده بودن، یه عده کمونیست نمیدونم چی اومده قاطی اینا، یعنی اصلا ارتباطی نداره. تازه اگه کمونیست هم اومده دنبال یه کاری، خب ایدهشه، خب تو را به راشو باز کن، بذار بره حزبشو بزن، بره حرفشو بزنه، طرف اندیشه داره، بذار اندیشهش کار کنه، خودش بره جلو، بعد ببینه اگر تو اندیشت حقه به صلاح موفق خواهی بود دیگه، میتونی صاحب اون حقی که مدعی هستی بشی، اونم بذار حرفشو بزنه تا هر چقدر جلو شه. ما همه دنیایی که حالا نمیخوام بگم دموکراسی واقعی، ولی حداقل انتخاباتی که نیمه واقعی هم هست داریم میبینیم که مثلا در خود همین آلمان میبینیم مثلا 20 تا حزب میاد شرکت میکنه، اونایی که صاحب کرسی میشن مثلا میشه 8 تا، اونایی که باید 5 تا بالا کرسی داشته باشن میشه 8 تا 7 تا، بعد هیچ کدوم به 50 نمیرسه، همه در حد 38 39 40 بیشتری نشه که بعد مجبوره بره با یکی دو تای دیگه تلفیق بشن بتونن یه دولت تشکیل بدن تا بتونن جامعه رو بگردونن. خب اینا در واقع اندیشه‌های مختلف مخالف هم دیگه میتونن کار انجام بدن، اما متاسفانه در جامعه جوامعی که مثلا یک حکومت مطلقه وجود داره دیگه، یه نفر حرف میزنه بقیه هم باید اطاعت کنه، مثل همون حکم حکومتی که اصلا خیلی بیقاعده. اما اول در مرداد که مجلس شروع شد، اولین دستور حکم حکومتی بود برای مجلس ششم، یعنی مجلس شما بیا حق حرف زدن نداره دیگه، اصلا تموم شد. به هر حال دوستان در رابطه با خود مطبوعاتم اگر دقت بکنید، الان مثلا یک روزنامه رو من دارم تکرار میکنم، یه روزنامه اگر یک مقاله از یه نفری بیاد
نوشته بشه، خب در واقع اون طرف رو باید برم بگیرم، یا نهایت سردبیر مثلا باید بیاد جوابگو بشه. ولی اینا همچین که مخالف باشه حکم دارن. روزنامه 6 ماه تعطیل. بابا اون آبدارچی بعد بچه گناهی کرده، اون باید حقوقشو بره زن بچهش بده، اون راننده چه گناهی کرده، عکاس چه گناهی کرده. این قدرت رو در واقع به دولت داده بود در زمان پهلوی هم که انجام بدن. این همین، یعنی الان کسی به خامنه ای توهین کنه 3 سال زنداره، زمان پهلوی هم 3 سال زندان داشت. حالا منهای شکنجه که اونا دیگه تو دستور کار نیست. ببینید اینا یک فرهنگیه که متاسفانه فقط در آگاهی میتونیم حلش کنیم. مثل بحث اعدامه، مثلا وقتی راجع به اعدام صحبت میکنیم، یکی رو مثلا شنیده دو نفر رو کشته، بکشینش پدر سوختن. یعنی اولین عکس العمل اون اینه، یعنی حتی حاضر نیست فکر کنیم بودن جونی نفر میگیریم. یعنی این تو فرهنگ وجود داره، یعنی تو فرهنگ ما ایناست باید کار بشه، اینا باید اتفاق بیفته. این بحث مطبوعات بحث خیلی مهمیه و متاسفانه در جامعه ما این بحث مطبوعات کاملا شکل گرفته است و از همه مهمتر تبدیل شده به خود سانسوری. یعنی خود ما خودمون رو سانسور میکنیم. یعنی اگر میخوایم یه حرفی بزنیم اول نکنه من یه چیز بگم به شفایی بر بخوره، نه اینو نگم شاید مثلا شفایی نه، نه این نگم شاید مثلا فلانی بهش بر بخوره، نه بابا حرف تو بزن. در حال قرار ما با انتقال اندیشمون به هم دیگر با هم کار کنیم، حالا در این جمع کوچکمون، حالا تا جمع بزرگتر که برسیم، که امیدواریم به اونجا برسیم که در جمع بزرگ بتونیم با هم راحت مماشات کنیم، با هم گپ بزنیم، صحبت کنیم، در کنار هم باشیم. خب دوستان اگه سوالی نیست، من چیز گنگی تو موضوعاتم نموند که بهتون بگم. یه اتفاقی در تبریز هم افتاد، یه یادم همزمان در تبریز هم همین اتفاق افتاد، یعنی در 21 تیر در تبریز هم همین اتفاق افتاد و دانشجوها در 21 روز یک شنبه وقتی که ریختن توی خیابون دانشگاه تبریز، انصار حزب الله و خود امیر انتظامی حمله کردند و دانشجویی که با شعار درود بر خاتمی، مرگ بر دیکتاتور، زندانی سیاسی آزاد بشه و با نیروها درگیر شدن و کلی هم مجروح شدن. تبریز هم یکی از جایی بود که همزمان، یعنی همزمان یه روز دوم بود در واقع، یک شنبه 21 بیست نه دو شنبه به 21 بود که اومدن بیرون، 21 این هم جزء مواردی بود که در تبریز هم در واقع این اتفاق افتاد. و موضوع جالب دیگه این که همین امیر فرشاد ابراهیمی رو هم میشناسید، مقالاتشو خوندید، نوشته‌هاشون رو خوندید. در حالت به عنوان فردی که در واقع در جزء عوامل حزب الله بود، انصار حزب الله، با طائف کار میکرده، با الله کرم مزد کار میکرده، جز عوامل اصلی بوده، لیسانس حقوق گرفته بوده، تو تمام شلوغی ها در مشهد، در اصفهان، در شیراز، هر جایی که سخنرانی میکرد جز عوامل اصلی بود برای حمله و اینا. ولی بعد خودش تو خاطراتش میگه که یکی از دوستان نزدیک من که مخالف اینا بود معتادش میکنن و بعدم جسدش رو توی سرا آذری توی جوا پیدا میکنه، دیگه منقلب میشه، تغییر روش میده، میگیرنش میکننش زندان. از زندان که میاد بیرون میره سراغ خانم عبادی و اون داستان اقرار رو انجام میده توی یک کاستی و پروندهش هم به نام پرونده کاست بوده بود، ویدیو، پرونده ویدیو یه هم چیز. البته
در دادگاه بعد یک سال و خوده ای دادگاه شد دیگه خانم عبادی که در میره دیگه نمیتونه بمونه تو ایران دیگه بس که خونش رو میگیرن. آقای رحامی هم دیگه اصلا شده تبرئه میشه، سندش هم آزاد میشه، ولی اصلا کسی به کسی نبود، اصلا الله کرم هنوز هست، کاراشون هنوز هست، هیچ اتفاقی نیفتده. این روحیه خشن رو که داشتیم میگفتیم من یادم افتاد به فیلم، متاسفانه فیلم شکنجه خانوم آقای سعید امامی توی یوتیوب هست، بعد از اینکه آقای امامی رو کشتن خانومشون رو گرفتن، فیلم شکنجهش یعنی در واقع بازجوییش هست، ولی خب مثل شکنجه میمونه به نظرم، اصلا فرق نمیکنه. و کامنت هایی که اونجا نوشتن، آره حقشه اصلا فلان، خب آخر چرا این روی خشنی که اصلا نمیدونین داستان چیه چرا تموم نمیشه واقعا هیچ وقت این داستان ها توی متاسفانه. خب متاسفانه هست این وزیر. بله خیلی هم زیاد. حتی میدونی که الان خانومش و اینا همه اومدن بیرون از زندان. بله. همه حقوق میگیرن دارن زندگیشون میکنن. بله. یک نفر بودن فقط خود سعید امامی کشته شد. بله. این آقای باطنی اگه سوال میکنم هم که این عکسشون که لباس دستشونه، ایشون هم فکر کنم الان آمریکا زندگی میکنن. بله آقای احمد باطبی به هر حال خودش اعلام کرده که من فقط افتان اینو گرفتم دستم، یعنی اصلا سیاسی نیستم، در آمریکا هم داره یه حقوقی میگیره از صدای آمریکا و داره زندگیشون میکنه، یعنی اصلا شما چیزی ازش نمیبینید. خیلی هاشون همینن، یعنی الان خیلی از اونایی که در ایران اکتیون میگم بحث ناآگاهی دیگه، نه یک شور هیجانی میاد یک کاری میکنن، بعد که میان یه جایی به امنیت میرسن دیگه یادشون میره. مثلا آقای علی افشاری، خیلی هستن توی همون دوره. متاسفانه من زیاد علاقه به اسما ندارم، ولی خیلی اسم بود که از زندان اومدن بیرون، همه خارج از کشورن، ولی شما چیزی ازشون نمیبینید. مثلا آقای علی افشاری با یه رادیو کار میکنه، یه حقوق میگیره، یه تفسیری میاد از گاهی میکنه، تمامش. در صورتی که تویی که در بطن بودی، خودت مسئول تحکیم وحدت بودی، باید یه چیزی، یه جنمی از خودت نشون بدی. بالاخره آدمایی که الان اینجا هستن میان آگاه نیستن، نیاز به این آگاهی ها دارن، به این آگاهی ها باید منتقل بشه به مردم داخل کشور، که متاسفانه نیست. متاسفانه نیست. یا حتی اگه من یه مثال دیگه بهتون بزنم، ما یکی از کارهای خیلی عالی که در ایران سال 85 اتفاق افتاد، بحث یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز، بعد از 25 خرداد که در 25 خرداد در میدان 25 شهریور سال 85 خانما تظاهرات گذاشتن علیه همین بحث سرکوب و قوانین و اینا که پلیس گرفت زد و لاتوپارشون کرد و اینا، اومدم یه سری یک طرحی درست کردم به اسم یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز. متاسفانه مثل که نشنیدید شما، و این جز موارد استثناءن عالی بود که در ایران اتفاق افتاد، که به اصطلاح یه سری حقوقدان مثل خانم عبادی، خانم شهر و شرکت، خانم از رزوان و یه سری آدم ها اومدن با اندیشه های مختلف، اومدن دنبال این که یک میلیون امضا جمع کنن برای قوانین تبعیض آمیز، و خود قوانین تبعیض آمیز هم یه لیست تهیه کردن، یه سری استعلام گرفتن از مثلا آیت الله صانعی، آیت الله کیک، که مثلا این خواسته ها ضد اسلام نیست، مثلا برابری حقوق زن، یا مثلا بحث طلاق، ازدواج، حضانت بچه، بعد از کنم که نیمه انسان بودن، رئیس جمهور شدن، شهادت، تمکین و و و و اینا رو من لیستشم دارم، اینا رو درست کردن، سایتی درست کردن، بعد شدن امضا جمع کردن. حالا خود امضا جمع کردن یه طرف قضیه بود، کار قشنگشون این بود که کلاس میذاشتن آموزش میدادن، یعنی هر کسی میتونست توی خونهش
افراد محلشون رو جمع کنه تو خونهش آموزش بده که آقا این حق شماست، این حق اینه، هم زن هم مرد. و این کاراش رشد میکرد و خیلی هم خوب تقسیم شده. من یادم در خرم‌آباد زن و شوهری با هم دیگه این کار میکردن که بعد ریخته بودن، گرفته بودن، ولی بعد آزاد شدن. یعنی یه اتفاق خشنگی بود که حتی جای سال 80 و میشد در واقع 97 فکر کنم، یا 90 نه 2005-6 فکر کنم، اون موقع ها جایزه فرانسه، جایزه از مال این خانم جنس دوم نوشته، یه جایزه داره، اون جایزه رو دادن به اینا که خانم چیز رفتش سیمی به بهبانی رفت از اونا گرفتن چون بقیهشون ممنوع خروج بودن. خب بعدش هم که خورد به سال 88 متاسفانه این جماعت تار و مار شدن، همشون اومدن، تمام وکیل وکلا، تمام بچه های صاحب منصب که کلی زحمت کشته بودن اومدن خارج از کشور، نیستن. من با چند تاشون صحبت کردم و گلایه کردم بهشون که شما بایستی بیاید فعالیت کنید. بعد میگفت آره اون این کارو کرد، این کارو کرد، اون اونو گفت، شادی صدر اینو گفت، اون یکی اون یه چیز دیگه گفت، اصلا از این قصه متاسفانه. ولی من هنوز که هنوزه با بچه ها در ایران، کسایی که کمک میخوان، برای راهنمایی میخوان، من اولین کاری که میکنم این لیست تعویض‌آمیز رو براشون میفرستم، بعد راهنمایی میکنم، میگم شما میتونید در همون خود ایرانتونم با خودتون شروع کنید، جمعیت صدا کنید، با خانمایی که آگاهی ندارن یادشون بدید که چه حقی داره. یعنی زن بس فقط بحث حجاب نیست، یعنی من اصلا موضوع من موضوع حجاب نیست، موضوع من اینه که آگاهی باشه. یعنی یه خانمی وقتی میاد اونجا باید بدونه حق سفر داره، حق حیات داره، حق نفس کشیدن داره، حق تصمیم گیری داره، اینا حقوق واقعیشه، باید بدونه حق تحصیل داره، حق اینو داره که آقا بچه دار بشه یا نشه، حق طلاق داشته باشه، حق ازدواج داشته باشه. یعنی در ایران حق ازدواج وجود نداره، یعنی خانم میخواد ازدواج کنه 30 سال سن داره، باید باباش بیاد اجازه بده، تازه اگه باباش نبود، بابا بزرگش نبود، بیاد بره دادگاه، دادگاه اجازه بخواد. یعنی چی؟ طرف لیسانس داره، مهندسه، دکتره، تحصیل کرده است، میخواد شوهر کنه، حق انتخاب شوهر نداره. یعنی اینا مواردیه که متاسفانه تو جامعه ما راجبش صحبت نمیشه و من خوشحال میشم که رو اینم بچه های ما کار بکنن. حالا هر کسی هم خواست سخنرانی کنه، من اطلاعات بهشون بدم بیان صحبت بکنن راجب این، چون خیلی کار عالی بود، خیلی کار عالی بود که حیف به هم خورد. من خیلی قبلترش رو شنیده بودم، یعنی اوایل انقلاب فکر کنم سال 57-58 توی مستندی دیدم که خانوم ها تجمع کردن و راهپیمایی نبه حجاب اجباری بود فکر میکنم، و همینجور همطور که شما میگین یک سری انسان که با آگاهی کامل بودن میگفتن که ما دقیقا چی میخوایم، حقوقمون چیه، و اینجور چیزا بود که خیلی بعضم از اتفاقات الان که داره میافته بهتره. یعنی الان همش داریم میریم تو حاشیه بجن که ببینیم مشکل ریشه ای کجاست. خانم بیرجندی بفرمایید. عرض سلام دارم خدمت همه دوستان و خسته نباشید میگم خدمت شما جناب شهرداری گرامی. من اول میخواستم تو چند مورد خیلی کوتاه نظرمو بگم و یه سوالم داشتم. اینکه در مورد دفتر تحکیم وحدت صحبت کردیم، تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه، من نظرم البته اینه، فکر میکنم علاوه بر حالا شنیده هایی که داشتم، در واقع بیشتر برای پیدا کردن همون افرادی بود که میخواستم ببینم در واقع مثلا موضع این آدم ها با نظام چیه، مثالت شناسایی کردن که حتی همون بهشون پیشنهاد دادن که برن جلوی وزارت کشور رو اینا اعتراض کنن، اینا میخواستن در واقع اونا شناسایی بشن، یه جوری بی حالتی بگم انگار که اسمشو چی میذارن نمیدونم، فریب دادن یه همچین چیزی. بعد در مورد این که آقای شفایی گرامی فرمودین شما که کسایی که حالا این فعالیت هایی داشتن و
زندان شدن، آزاد شدن، حالا از ایران رفتن، یک سری رو من البته اینو فقط اولش بگم، من فکر کنم از زندان‌های ایران با شکنجه هایی که اینا بهشون میدن آدم سالم بیرون نمیاد از توی این زندان ها. یعنی انقدر آسیبای روحی روانی میبینن این آدم ها، دیگه واقعا حالت قبلشون رو مطمئنا ندارن. اما خب یه سریاشون به خاطر حالا این اتفاقایی که براشون افتاده شاید ترس اینو دارن که دوباره گرفتار این قضیه نشن. به هر حال یا اینکه میدونیم که خب بعضیاشون هم مثل اون خریده شدن، یعنی اینکه بخوان با جمهوری اسلامی همکاری کنن حتی این اتفاق میفته. اما چیزی که میخواستم بگم، سوالی که داشتم این بود که به هر حال الان اتفاقی که افتاده تو همین چند روز، قضیه مادران آبانه یا حالا مادران داغداره که به هر حال بچه هاشون تو این اعتراضات کشته شده، و من هیچ عکس العملی از مردم ندیدم در این مورد اعتراضی کنن. یعنی وقتی زندان و شکنجه شلاق برای مادر یکی از این فرزندان حتی حکمشو گذاشتن، هیچ اعتراضی از سمت مردم ندیدم. این رو شما چجوری میبینید آقای شفایی؟ این یعنی واقعا مردم سکوتشون چه معنی داره؟ اونم تا این حد دیگه. ببخشید من چون نمیتونم زیاد صحبت کنم، حرفامو خیلی کوتاه و خلاصه گفتم، عذرخواهی میکنم. مرسی. من در رابطه با این که گفتم دوستانی که بودن اومدن، من بحثم سر آگاهی و بحث سر شعاره. اون دوستان در یک زمانی بدون آگاهی هیجان داشتن، عکس العمل نشون دادن، وارد گود شدن، زندان رفتن، پای اعدام هم رفتن، سالها هم شکنجه شدن، ولی وقتی میان به آزادی چون اون آگاهی نیست، نه به این دلیل که شما میگید کتک خوردن، خب چطور کتک خورده، شکنجه شده، اومده ازدواج هم کرده، داره زندگی شما میکنه تو آمریکا، یعنی این اصلا ایرادی نداره، منم ایراد نمیگیرم، حق طبیعیشه، ولی من مثالم به دلیل این بود، گفتم یه آگاهی و شعار فرق این دوتا رو داشتم میگفتم. یعنی میخوام بگم اون اتفاقات بر اساس یک شور و هیجانی بود، شعار بود، تبدیل شد به اینکه برن بگیرن، زندان برن، کتک بخورن، فلان و فلان و فلان. بعد که دیگه آزاد شدن فراموش کردن. چرا؟ چون آگاهانه نبوده. یه آدمی که آگاهانه اتفاقی براش میفته، بعد اونجا بلا سرش میارن، میاد بیرون سر جاشه، یعنی دوباره دنبال مبارزش هستش. من بحث من سر همینه که میخوام بگم. ببینید در رابطه با این که حالا سوالتون اینه که چرا مادرها رو دستگیر کردن و کسی کاری نکرد، شما میدونید که الان دو تا از مادرهای همین ساختمان متروپول اعتراض کردن دم دادگاه، گرفتن کردنشون زندان، بازداشت. دخترش مرده، پسرش مرده، اومده اعتراض کرده، گرفتن کردن زندان. چرا؟ چون حق صحبت کسی نداره. خب الان خانواده بختیاری دستگیر شدن و مادر اعتراض کرده گرفتن، نمیدونم پدر اعتراض کرده گرفتن. دیگه اون روز من یه فیلم میاندم عموش یا پسر عموش داشت صحبت میکرد که ما اینیم بگیرن، هم ما رو بگیرن. میدونید اینا صداهای انفرادیه. این صدای انفرادی خوبه همینطوری دنبال هم باشه تا زمانی که برسه به آگاهی جمعی. من آگاهی جمعی رو نمیگم که مثلا معلمین، نمیگم مثلا کارگران، نمیگم مثلا رانندگان، نمیگم مثلا این، نمیگم اون. آگاهی جمعی یعنی این که جاهایی که وجود داره کلیدی بره تو اعتصاب، یعنی همزمان اعتصابات شروع شه مثل زمان پهلوی، خب پالایشگاه اعتصاب کرد خوابید،
دیگه شاه اومد التماس کرد که من از شما خواهش میکنم راه بندازید، ارتش چه فرستاد نشد، هواپیمایی خوابید، اتوبوس ها خوابیدن، دیگه عرض کنم که کشتیرانی ها تحت اعتصاب کردن. این آگاهی جمعیه در واقع، یعنی یه جمعی تصمیم گرفته که دیگه اجازه نده اون قدرت سوء استفاده کنه. هنوز ما به اون آگاهی جمعی نرسیم، الان صداهای انفرادیه، یعنی معلم ها الان یواش یواش شکل گرفته، خب همه معلمین میان ولی معلمین امروز قطع میشن، فردا بازنشستگان هم اونا همه میان، بعد اون قطع میشه رانندگان میان، اون قطع میشه بعد مثلا نمیدونم کارمندای فلان شرکت میان، بعد نمیدونم زوباهن میان، نورد لوله میان، نیشکر میان، اینا همش اعتراضای فردیه، مثل همون مادران، مادران هم اعتراضات فردیه، ولی این اعتراض فردی اگر جمعی بشه، ذهنها آماده باشه، الان شما مثلا اگر میبینید یه مادری دستگیر میشه، یه عده معینی اعتراض میکنن، 30 تا 40 تا 50 تا 100 تا، ولی بقیه، یعنی جامعه معلمی نمیاد از این زن حمایت کنه یا از این پدر حمایت کنه، یا کارگر دستگیر میشه جامعه معلمی نمیاد حمایت کنه، همینطور معلمی اعتراض میکنن، بازنشستگان حمایت نمیکنن. الان هم بازنشستگان هم عرض کنم که معلمی دوتا از حرکت های بزرگ عمومی هم از در واقع همه شهر هستن، ولی هیچ کدوم از هم دیگه حمایت نمیکنن، شعاراشون رو ببینید. این اشکال ماست، این اشکال که وجود داره، و من آرزوم اینه که اون آگاهی عمومی ایجاد بشه. ممنون از شما. آگاهی عمومی و به نظرم اتحاد، یه همبستگی لازم داره که همه این اخشار پشت سر هم بیان قرار بگیرن در میدان، و بقید شما امروز اینا نیان فردا اونا بیان و هی وسطش وقفه بیفته توی این اعتراضات. من خب، جمله شما رو اینجوری تفسیر می‌کنم، اون اتحادی که میگین در واقع نیایم یک، ببینید باید ساخته بیرون نباشه ده. یعنی وقتی که من آگاهی عمومی دارم، وقتی میرم تظاهرات میکنم در رابطه با بازنشستگان، همزمان باید شعار بدم راجع به رانندگان، همزمان باید شعار بدم دوباره. من باید آگاهانه، نه اینکه بریم و الان یه مدام شده دیگه، نه مثلا تو همین اپوزیسیون نگاه کنید، هر دو سه هفته یه گروه تشکیل میشه، شورای نمیدونم تصمیم، شورای امنیت فلان، شورای نمیدونم گروه های مختلف به اسامی مختلف درست میشه، ولی 10 روز بعد 20 روز بعد منفجر میشه، میره کنار. چرا؟ این اتحادا نیازی نیست، چون اتحادی نیستش که آگاهی باشه، شور میره ما رو، نگاه کن این کارو کردن، ما بریم این 3 نفر 4 تا 10 تا 50 تا دور هم جمع میشیم، بعد از 2 هفته خب اختلاف سلیقه شروع شد، این میگه نه من اینو میخواستم، اون میگه من اونو میخواستم، بعد هیچ کدومو نمیبینی. این اتفاقات متاسفانه زیاد جالب نیست. بحث اتحادو بذاریم کنار، آگاهی جمعی بحث اتحاد شدن نیست، اصلا نمیخوایم متحد شیم، هم درد شیم، همراه شیم، درد همو بدونیم، این کلمات راحت تره. چون وقتی میگیم اتحاد، حالا باید یه رئیسی از اون گروه بیاد، با یه رئیسی از این گروه بیان، با هم دیگه متحد شن که من اصلا مخالف اینم. یعنی اصلا شما منظورتون اینه که متحد بودن نیازمند یک لیدر داشتنه، در صورتی که ما داریم میدنه. آره. اوکی. اتحاد اصلا نمیاد، مشکل حل نمیکنه. چون آگاهی جمعی تعریفش چیز دیگری است. چون آگاهی جمعی ممکنه منجر به اتحاد بشه. جمعی دیکتاتوری که می‌بینیم دیگه می‌شناسید. درسته. من سوالم اینه که ممکنه آگاهی جمعی منجر به اتحاد بشه. خود به خود یعنی از این زاویه به این قضیه نگاه. خود به خود میشه. میشه. خب من هم اتحاد رو منظورم. آره، حالا من سعی می‌کنم نذاریم استفاده کنیم، چون ذهنی رو میره این ور که آره پس بریم با هم متحد شیم، مثلا الان ما خب بیایم ما 4 تا بشینیم با هم دیگه متحد شیم بریم این کارو بکنیم، نه حرفامونو میزنیم، اگه حرفامون به درد هم خور با هم دیگه همراهی میکنیم، کارمون رو انجام میدیم. بله، من معتقدم که بشه در این
برای موفقیت آگاهی جمعی ضرورت اجتماعی ماست و من امیدوارم که در همین تیم کوچولویی که ما داریم خودمون این آگاهی جمعی وجود داشته باشه. من دوستان همیشه تکرار میکنم ما همه باید با هم رفیق باشیم، دوست و رفیق باشیم. بعد از اون اگر ما هم تضاد پیدا کردیم، تضاد فکری، اشکالی پیدا کردیم، همکار هستیم. اگه در همکاری هم نتونستیم با هم همکاری کنیم به خاطر نوع نگاهامون، دیگه همراه باید باشیم. اگر بتونیم اینو بریم جلو، ما دو به بن‌بست نمیخوریم، چون با وقتی همراه شدیم اولین چیز همراهی گذشته دیگه. من در رابطه با این اختلافی که با خانم دژم دارم گذشت میکنم، خانم دژم گذشت میکنه، دیگه همراه من میاد یا من همراه ایشون میرم. حالا همکارم نیستیم، کاری هم با هم نداریم، ولی چون ایشون داره این کار رو انجام میده، منم توی همچین فضایی هستم، منم در کنارش هستم. امیدوارم که این شکل رو بتونیم مجموعه خودمون داشته باشیم برای تمرین، بعدش هم که دیگه بتونیم جای بالاتر. اگر دوستان صحبتی نیست، خانم بیرجندی دستشون رو بلند کردن، بفرمایید. ببخشید، عذرخواهی میکنم. جناب شفایی، واقعا برای من سواله. الان در خود ایران، الان با توجه به اعتراضات معلمان، بازنشستگان، تامین اجتماعی، حداقل ما روزی 10 تا 15 تا تو خبرها گزارش داریم از تجمعات. بعد خب میدونیم هم که اگر که استاپ میشه بینش، حالا چه معلم ها یا گروه های مختلف میگیرنشون، دستگیرشون میکنن، مخصوصا حالا از تو معلم ها میدونیم که خیلی ها رو نظرت میخوام گرفتنشون. الان به هر حال جامعه ما یه اندازه هست که بگیم که همدردی یا همراهی از اینکه غمخوار هم دیگه باشیم وجود داره. همه فهمیدن که چه خلایی از بابت حقوق شهروندیشون یا حقوق ذاتیشون وجود داره، اما این انتهاش به کجا میرسه؟ آیا این صحبتی که الان میشه باید بره به گذر از جمهوری اسلامی؟ چون من حالا این میگم، این دیدی که من دارم، اینجور که دارم نگاه میکنم، این صد مطالبه گری یا این تجمعات مدنی یا اعتراضات مدنی فعلا تا اینجایی که داریم میبینیم، حداقل تو این یک سال خوردهی که از خوزستان و از 98 اصلا بخوایم حساب بکنیم تا الان، تجمعات صورت گرفته اما به یه جایی رسیده و استاپ شده، دیگه ادامه پیدا نکرده. بعد اون که مردم بدونن اینو دارن پیش میبرن جلو که برن به گذر از جمهوری اسلامی یا اینکه مطالبه گری کنن، بخوان به چه صورت بعد این حقشون رو بگیرن، اینو من واقعا برام یه سوال خیلی بزرگه و جوابی براش ندارم. ممنون میشم اگه تو این زمینه من راهنمایی کنید. ببینید، اصلا بحث که الان داره اتفاق میفته، گذر از جمهوری اسلامی طبیعتا خواسته معترضین هست، اما فعلا معترضین در یه حدی هستن که حد خودشون رو میخوان. یعنی بازنشسته میگه حقوق منو بده، امنیت منو ایجاد کن. معلم میگه حقوق منو بده، امنیت منو ایجاد کن. یعنی فعلا در این حده، یعنی هنوز اون آگاهی نرسیده که ذهنش میگن مرگ بر دیکتاتور، نه، ولی فقط میگن، ذهنش این نیست. ذهنش اینه که آقا حقوق من سر ماه بیاد به حسابم، ذهنش اینه که باید ارزونی بشه، من باید بتونم غذامو بخورم. یعنی فعلا در همین حده، یعنی هنوز به اون آزادی اندیشیدن، به آزادی بیان هنوز نرسیده. یعنی هنوز مردم فکر میکنن که نیاز به این آزادی بیان اندیشهشون دارن، هنوز آزادی عقیده زیاد مهم نیست، الان فعلا معیشت مهمه. تمام اعتراضات رو نگاه کنید لطفا، یعنی شما اعتراضی به اسم آزادی بیان اندیشه ندارید. حتی زندانیان سیاسی عقیدتی رو نمیخوان آزاد، نمیگن، چند تا فقط تو معلمین گفتن. نوع نگاه رو نگاه باید کرد.
هنوز اون رشد ایجاد نشده. اون که میگم آگاهی جمعی، آگاهی جمعی اینه که به فکر همدیگه باشیم، در کنار همدیگه باشیم، همراه همدیگه باشیم. اون مهمه. شما اگر دقت کرده باشید در نیشکر گرفتن، زندان کردن، بردن، بالاخره موفق شدن بچه های نیشکر که مدیرش رو بگیرن بکنن زندان، آزاد کنن، بماند که اتفاق بعدی افتاده که نداره. تنها کسی که ازشون حمایت کرد یک خانم وکیل و یک خانم سپیده قلیان. یک کوتاه نبرد ولی اهواز هم همراهش شدن ولی خانمان تمام شد. چرا؟ خواسته ها فعلا صنفیه، خواسته ها تکمحوریه، شخصیه انگار. آره آره دیگه. مثلا الان شما شعارا رو هم حتما گوش کنید دیگه. مثلا شعاری که داده میشه برای معلمی، خب میگه آقا رئیسی دروغ میگی، دولت داری دروغ میگی، تو 10 سال پیش قرار بود حقوق منو بری بالا نبردی، معیشت من ضعیفه، من حقمو میخوام، پولمو میخوام. اصلا صحبتی راجع به این که چرا منو سرکوب میکنی، چرا منو کتک میزنی خبری نیست. یا چرا معلمین رو زندان میکنیم اصلا چرا نمیگید؟ یا معلمین چرا راجع به چند اتوبوس ها اتصاب کردن هیچ کس حرفی نزد، فقط خود اتوبوس ها بودن؟ شما این شعارا رو دقت کنید، اینا میتونه تعیین کننده باشه که ما در چه مرحله ای هست. الان مرحله در حال آگاه شدن و فهمیدن که بابا ما حق شهروندی داریم، ما حق مطالبه گری داریم، اینا اون حقایی که ما الان داریم. حالا فعلا رسیده به این که خود اون حق خواسته اولیه‌مون رو طلب کنیم، وگرنه برای اعتراض کردن هر لایه‌ای از ملت حرکت کنن میتونن به بقیه هم مثلا همراهی بکنن. شما نگاه کنید الان 6 تا جوان رو گرفتن، 2.5 سال در زندان هستن مال محیط زیست، 6 نفرن، 2.5 سال زندانن. هر از گاهی یه اطلاعیه مثلا یه گروه ما بده، یه دوتا گروه دیگه بده، خود ایران خبری نیست. چرا؟ چون هنوز به اون درجه آگاهی نرسیده. من صحبتم در واقع اینا هست، یعنی بتونیم به اونجا برسیم. حتی مثلا اگر جنبش سبز هم، مثلا در جنبش سبز خب خیلی امکانات بود، 1 میلیون جمعیت تو خیابونا بودن حداقل، یعنی همه چی. اما خواستشون رأی من کو، هیچ کدوم نگفتن حق من کو، هیچ کدوم خواهان آزادی زندان سیاسی نشدن، گفتن رأی اون بده. اونا هم 6 ماه کوبیدن، زدن لط و پاک کردن، تموم شد رفت دیگه. کس دنبال اون حق رأیش دیگه نیست. الان کس شعار میده رأی من کو؟ بله، اگه گفته اون حق من کو، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، باز جا داشت. نو در زمان پهلوی اولین شعاری که میدادیم زندانی سیاسی آزاد باید گردد، اولین شعار در هر مطالبه یا شرکت واحد اتوبوس تظاهرات شده بود زندانی سیاسی آزاد کرد. 16 آذر راه میافتادیم زندان سیاسی آزاد باید گردن، چون مطالبه گر بودیم واسه آزادی زندانیان. ولی الان شما اصلا نمیشنوید به ندرت. مگه مثلا چند تا مال معلمی شنیدم که معلم زندانی آزاد باید گردن. نمیگه زندانی سیاسی، من معلم زندانی باید آزاد کردن. شعارها رو دقت کنید، من ممنون میشم. بفرمایید آقای سبزیان. درود و عرض ادب خدمت همه همکاران عزیز و خسته نباشید. من ممنونم بابت صحبت‌های آقای شفایی و مواردی که فرمودن. من یه سوالی دارم آقای شفایی. شما همیشه، من یعنی صحبتتون رو گوش میدم، شما همیشه اون جمله اصلی که میگید که مردم ما آگاه نیستن و من منظور شما رو کاملا متوجه میشم، اما سوالی که همیشه برام به وجود اومده
و هیچ وقت هم متاسفانه پاسخی نگرفتم. اینی که اصلا شاید به جور یه سوال بپرسم از شما، قبول دارید که آگاهی، مثلا یک جامعه بخواد به آگاهی برسه نیاز به یه زیر ساخت داره، نیاز به یه شرایط داره؟ من اینو جف او میگم، این جوی که الان توی ایران حاکم هست رو میگم. ببینید الان جوری شده که آدم ها دارن کار میکنن هر روز ساعتی روزی که مثلا شب بتونن یه چیزی بخورن. خب من نه روانشناسم نه جامعه شناسم، به عنوان یک انسان میگم، اگر من، چون من توی شرایط بودم میفهمم، متوجهم سختی شرایط، متوجه میشم. چون وقتی که انقدر ذهن درگیره، حالا مجرد باشه که یه چی خانواده داشته باشه یه بحث دیگه است، وقتی شما مجرد هستی حالا کار میکنی خرج خودت رو در میاری، ولی وقتی خانواده داری، همسرت هست، اگه حالا فرزند داشته باشی فرزندت هست، منظور از همه این صحبت ها اینه که اون دغدغه های روزمره دیگه اجازه نمیده شما به این فکر کنی که آقا بغل دستی منم هست. من صحبت شما رو کاملا متوجه میشم و کاملا هم درک میکنم، اما خب شاید به نظر من بیایم یه بار خودمون رو جای اون کسایی که الان ایران هستن بذاریم، یعنی اینکه نگیم مثلا خب آگاهی باید داشته باشن، قبول دارم آگاهی باید برسه، ولی خب شرایط نیست. چجوری آره چجوری اون شخص با اون فشاری که روشه، البته نظر شخصی منو شاید اشتباه بشه، اما کسی که با اون فشار داره زندگی میکنه، حالا بیاد به این فکر کنه که شخص دیگه ای هم هست، حالا شاید یه ذره نمیدونم خودخواهانه باشه، اما ببینید وقتی من دارم غرق میشم، خودم دارم غرق میشم، یه دریایی هستم، چند نفرم دارن غرق میشن، خب من اول با خودمو نجات بدم، خودمو بیام بالا تا بتونم یه دستی یکی دیگه هم بگیرم بکشم بیام بالا، درسته؟ ولی وقتی اون شرایط سختی که الان واقعا برای تک تک افراد الان جامعه هست ایران، چطور ممکنه شخصی با اون شرایط به اون آگاهی که حالا منظور شما هست برسه؟ یعنی با چه شرایطی آخه؟ یعنی چه شرایطی باید واقعا حاکم باشه برای آگاهی رسیدن؟ شاید بخوایم سوال درستی اگر بپرسم این باشه، یک شخص، یک جامعه برای آگاهی رسیدن، حالا اون آگاهی که باید برسه به اون حد نصاب، چه چیزی نیاز داره، چه شرایطی نیاز داره؟ آیا با این همه فشار آیا شخص باز میتونه آگاه بشه؟ ممنون از شما، مرسی. ممنون، جناب شرفایی. دوستان دیگر رو هم میشنوی؟ جناب آقای احمد خان بفرمایید. درود و وقت بخیر بر دوستان. به نظر من در رابطه با صحبت آقای سبزیان، نمیدید آقای سبزیان اگه بخوایم اینجوری نگاه کنیم، ما همیشه توی یه دور باطلی میمونیم، مثل اینکه ما توی زندانیم، حالا دو وعده غذا هم به من بیشتر برسه، ولی خب ما باز توی زندانیم. به نظر من تو وقتی که مردم به این نتیجه نرسن که آقا اگه همه با هم یه تلاش جمعی نکنیم، این زندانه رو درش نشونیم، حالا دو وعده من بیشتر غذا بخورم یا دو وعده کمتر، درسته بقاست، آدم کمتر میتونه منطقی فکر کنه، ولی خب قاعدتا از این دور باطل نمیایم بیرون که ما بخوایم بگیم خب حالا امروز مشکل من حل شد، و آیا مشکلش تا دائم حله، مادام حله، آیا امروز بهش قضا دادن فردا چه میدونم مسکن مشکل نداره، فردا مسکن دادن، آیا فردا میتونه تو خیابون یه حرفی که حق بزنه؟ اون بالاخره به نظر این دور باطل باز بین بده. یک دو، این که به نظرم یکی از دلایلی که مردم الان میتفاوتن و سنفی فکر میکنن، یک قسمت اصلیش از دید من اینه که انقدر این قضیه تکرار شده تو ذهن مردم، حالا چه وسیله میدیایی که مثلا اپوزیسیون و چیزی که الغا میشه که ایران خیلی بده 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 بده، مثلا یکی دلایل این که انقدر این قضیه رو سالهای سال گفتن، مردم به یه حد بی‌تفاوتی رسیدن، یعنی همه دنبال اینن که فقط از ایران خارج شن، وقتی هم خارج شدن کاملا بی‌تفاوت شن، حالا میخواد فعال سیاسی باشه که زندان رفته و پای اعدامم رفته، یک کاسب و کارمند معمولی بوده، فقط میخوان از اون قضیه خارج. مثلا خیلی بده که هی دارن الغا میکنه، هیچ امیدی به آینده نباشه، اون چیز بی ارزش میشه. شما مثلا میگین که یک نفر تمام دکترا رو قطع امید کرده، چون خود فردم کمتر علاقه داره که با اون مریضی بجنگه. اینو هی به ما گفتن و به نظر من این تفکر افتاد، جا افتادی که خب ایران انقدر بده که من فقط بعدش خارج شم.
حالا خارج شدم دیگه من مهم برای من مهم برای من نوعی مهم نیست که آقا مبارزه بکنم یا اگر هم حتی زندان رفتم شکنجه دیدم ما به ازای اون شکنجه هدف به حرمت اون زجری که کشیدم مقاومت کنم یه ذره آگاه کنم بقیه رو فقط دنبال اینم که خودم خارج شدم دیگه بازم مهم نیست که ارزشی تو ذهنم متصور نیست از اون مبدعی که اومده متشکرم ممنون از شما آقای عباسی بفرمایید شما هم میشنوید بله درود بر شما و دوستان همکاران به ویژه شفایی عرض شود که در مورد مطلبی که جناب شفایی فرمودن اینکه آگاهی رسان به آگاهی رسیدن منظورمون چیزیه که تمام تک تک افراد جامعه به این خودآگاهی برسن در واقع خودآگاهی باشه نه اینکه آگاهی نیست ولی باید به این خودآگاهی برسن همون بحثی که توی تفکر مکتب کمونیست است وقتی که یه اقشار مورد ظلم میان به یک خودآگاهی میرسن این خودآگاهی نقطه‌ایه در واقع یک نقطه است که افراد جامعه و صنف‌ها و کارگران اینا همه به یه نقطه میرسن که اگر کنار هم نباشن هیچ اتفاقی نمیفته این نقطه زمانی اتفاق میفته که تک تک افراد جامعه اینو بهش برسن و بتونن در این نقطه مشترک با همدیگه حرکت کنن و یک چیزیه که واقعا جامعه ما بهش احتیاج داره یه سلحشوری میخواد ممنون ممنون از شما من قبل از اینکه مایک آقای سعادتی رو باز کنم من یه نظر شخصی خودم بگم احتمالاً از توش یه سوال هست با توجه به صحبت‌های آقای سبزیان و آقای احمدی خواه به نظر من توی این 30-40 سال گذشته این بستر فراهم شد که مردم به این سمت برن که عدم آگاهی عدم سواد عدم همه این اتفاقا برسیم به اینجایی که هممون شخصی دنبال منافع شخصی دنبال اون چیزایی که شخصی نداریم باشیم یعنی انقدر به مردم گشنگی بدیم که یادش بره که حق آزادی بیان هم نداره انقدر به این مردم سختی بدیم که یادش بره حق آزادی تجمع هم نداره من احساس میکنم این بستر توی این 30-40 سال اینجوری شکل گرفته یعنی با یه هدفی به اینجایی که امروز هستیم رسیدیم این نظر شخصی منه ممنون شما شفایی نظر شما هم بدونم آقای سعادتی مایک بر شماست درود خدمت دوستان عزیز من عذر میخوام دیر کردم با گفته های آقای شفایان در مورد اتحاد یک مقدار من زاویه دارم چون میگه درخت ها تنها در کنار هم جنگل میشون قرار بر این نیست ولی با آگاهیش کاملا موافقم بدون آگاهی هر حرکتی به شکست میرسه و اینکه ما باید منتظر بشیم یا بمونیم که اتفاقی برای ما بیفته یا حرکتی بیفته من با این هم باز مخالفم و همین حرکت‌های کوچیک باعث میشه که کلی سایبری الان داره به صورت علنی داره یعنی فعالیت میکنه چه تو اینستاگرام چه تو یوتیوب و به نظر من الان همین انفرادی‌ها حرکت‌های انفرادی‌ها هم ضربه‌های شدیدی داره به این حکومت میزنه مثل همین نه به حجاب اجباری و برداشتن روسری‌ها و اینها کلی یعنی همین اینطور انقدر اینها روی اینها فشار وارد شده که اینها علنا اومدن گفتن حجاب اولین سنگر ما هم ولی باز من دارم میگم به نظر من اتحاد رمز پیروزی است به قول آقای شجریان و اگه اتحاد نباشه آگاه هم باشی اتحاد نداشته باشی به هیچ جا نخواهی رسید به قول دوست عزیزمون که گفت دور هم فقط میچرخیم و امیدوارم که روزی برسه که این اتحاد پیش بیاد البته به قول آقای شفاییان با آگاهی بدون آگاهی 100% به شکست خواهیم خورد ممنونم از ازتون ممنون از شما جناب شفایی میشنویم ازت عرض کنم در واقع صحبت های شکل دیگه یالا سال بحث 18 تیر نیست ولی وصل به چون بحث نجات مردم هست بحث
نتیجه رسیدن حرکت ها، جنبش ها اینا هستش. آقای سبزیان، عرض کنم که زیر ساخت یعنی چیزی که باید یک جمعی یک طرحی رو بریزن، یک زیر ساختی رو ایجاد بکنن و بعد اساس اون زیر ساخت فرهنگ رو تغییر بده. فضای ساخت زیر ساختی وجود نداره. فرهنگی که علاقمند جمهوری اسلامی درست کنه اون چیزی نیست که من تو فکر میکنیم. اون چیزی که من تو فکر میکنیم دقیقا 180 درجه فاصله داره با اندیشه جمهوری اسلامی ایران. نتیجتا زیر ساختی اونجا شما نمیبینید برای اندیشه خودتون، اما یه چیز میمونه: تلاش، پیگیری، صحبت کردن، حرکت کردن، رو به جلو رفتن بدون وقفه. اون موقع است که میتونیم یواش یواش، اصلا هم زمان مهم نیست، تغییر فرهنگ 300 سال، 400 سال، 200 سال طول میکشه. اگر بخوایم به تغییری ایجاد بکنیم ذهنی آماده بشه، نیاز به زیر ساخته که خود من و تو داریم، یعنی اون چیزی که ما میخوایم باید منتشر کنیم. حالا یه عده جذب میکنن، میپذیرن، یه عده نمیپذیرن، این بحث جداست. فشار زندگی، مشکلات زندگی، خودخواهی، فقط من داشته باشم، اینا در واقع مواردی که هست. حالا بایستی کار کرد. ببینید، ما یه مثالی ملا را انداختن، گفتن چراغ که به خانه رواست به مسجد حرام است. این توهین به انسانیته، توهین رسمی به انسانیت، یعنی همین کلمه. آخه چرا؟ چرا من داشته باشم بخورم، همسایه من نتونه بخوره؟ این وظیفه منه که در کنار اون باشم. و اگر من قراره چراغی داشته باشم که لامپی روشن بکنم، حالا مسجد که هیچی، همسایه هم نداشته باشه، خب من باید چراغ خاموش کنم، منم با شمع بشینم. یعنی این همراهی و همدردی ماست. ما باید رو اینا تجربه کنیم، یعنی اینا چیزاییه که باید کار بشه، یعنی باید با همدیگه همفکری بکنیم، منتشر کنیم، پخش کنیم. حالا یه عده میگیرن، یه عده نمیگیرن، اما برای زیر ساخت نه دولت پهلوی نه دولت جمهوری اسلامی ایران هیچ کدوم اصلا علاقه به این ندارن که زیر ساختی وجود داشته باشه. زیر ساخت اولیه اینه که آقا منی که به دنیا میام بدونم چه حق حقوقی دارم. نه منی که متولد سال 28م در تمام طول زندگیم در زمان پهلوی نفهمیدم، نه شماها که مال این نسلیم. یعنی هیچ کدوم تو اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق ذاتی و حق شهروندی شما رو اعلام میکنه نخوندید. دو صفحه است، دو تا کتاب نیست، دو تا صفحه است، دو تا آچار. ببینید اینا فرق قضیه است. ماها یکی از چیزهایی که من در کانون همیشه مطرح میکنم، میگم ما بایستی اول بگیم آه اعلامیه رو بریم بشناسیم. من در همه جمع امروز استثنا نگفتم، همیشه میگم ما یه سری حق ذاتی داریم، حق شهروندی داریم، اینا اول جمله من همیشه میگم، همتون هم شنیدیم. چرا؟ چون باید ما بدونیم که اینا حقوق ذاتی ماست و این جامعه است که وظیفه داره این حقوق رو هم برگردونه، مراقبت بکنه، نگهداری کنه. وقتی ندونم حق ذاتیم چیه، مطالبه ندارم، تو سرم میزنم، میگم مرسی حقشه باید بزنه دیگه. مدرسه نمیتونم برم، خب بله ندارن دیگه، مدرسه ندارن، بودجه ندارن دیگه. ننه بابام میگم برو کارگری کن، عملگی کن، باشه دیگه، ننه بابام میگن دیگه. میدونی؟ یعنی چون حقو نمیدونیم. ما حتی قانون اساسیه که به هر حال 10% به دردم میخوره نمیخونیم، چه زمان پهلوی چه زمان حالا. دلیلش فقط برای اینه که زیر ساخت یعنی همین. این دلیلش اینه که بایستی کار بکنیم، من و تو، دیگران، هر چقدر میتونیم باید کار کنیم، آگاهی بدیم به جامعه، آگاهی بدونه که حقش چیه، حق شهروندیش چیه.
و وقتی اینا رو آگاه شد یواش یواش مطالبه گر میشه، یواش یواش ذهنش میره به این سبب که آقا خب من اینو میتونم بگیرم، این که حق منه. اینجاست که میتونیم بریم جلو، وقتی که ما بدونیم حق ذاتی ماست که بتونیم حرف بزنیم، حق ذاتی ماست که حقایق رو باید ببینیم، حقایق رو باید بشنویم. وقتی نشونمون نمیدن باید معترض باشیم دیگه، ولی ما میشینیم 23 هر چی دلش میخواد میگه، ما فقط میشینیم 4 تا جوک در میاریم براش، حاضر نیستیم عکس العملای دیگه نشون بدیم. چرا؟ چون اون باور همدیگه رو نداریم. یعنی اگر ما ببینیم 23 مثلا مگه نبود یه فیلمی نشون داد که دو تا سه تا این خانم اومدن با گاری اومدن که آقا بله ما 400 تا گرفتیم، کلی هم پول اضافی آوردیم و خیلی هم خوش گذشته و خیلی هم عالیه. خب ما خودمون داریم تحمیق میشیم، یعنی خودمون داریم میگیم آقا ما اینقدر یعنی احمقی؟ پس این همه گشنه توی خیابونا ریخته اینا کیان؟ خب همونایی بلنشن برن دم تلویزیون بیسن بگن آقا کو گاریو بیار پر کن بده ما بریم، این 400 تا مال تو، من گاریمو پر کن من دو ما بتونم بیام بتونم زندگی بکنم. یکی از همون خانم‌ها فرمانداری بوده که در یکی از شهرهای اطراف چیز دستور کشدار داده بود سال 96 98. خب اینا نشون دهنده اینه که ماها وقتی هم می‌بینیم عکس العمل جامعه بیرون کشورمون هم همینه، داخل کشورمون همینه، فقط جوک درست میکنیم. الان الا ماشاءالله ما جوک داریم، خوبه، اما تا یه حدی دیگه. یعنی یه مقداری به جای شوخی کردن باید جدی برخورد کنیم. کاری که بچهای ما در رسانه دارن زحمت میکشن و دارن موارد نقض حقوق بشر رو با اصولش دارن میگن، یا قانون اساسی اینو میگه، این اینو میگه، خیلی خشکه، خیلی بیمنطقه از دید آدما. دو تا جوک توش بود، هزار تا دیدنی داشت، ولی 4 تا میبینن، ولی درستش اینه. ما باید روی این قضايا کار بکنیم و این کار کردن آیه سبزیان، همون کاری که خودت تو داری میکنی، من دارم میکنم، بقیه دوستامون دارن انجام میدن، اینا یواش یواش یه بذریه داره کاشته میشه برای رشد. مطمئن باش که جواب خواهد داد. از من سوال کردن توی مصاحبه 10 سال پیش، گفتم 300 سال، ولی الان تخفیف دادم گفتم بین 100-150 سال. چرا؟ رشد رو دارم میبینم، یعنی دارم میبینم که به هر حال سیستم ارتباطی بیشتر شده، آدما خیلی آگاه‌تر شدن، بیشتر میشناسن حقوقشون، و گاهی اعتراضات میایی میبینی چیزهای ویژه هم اعتراض میکنن. اینا اثر میذاره روی حرکت رو به جلوی ما. من منتظر زیرساخت نیستم، نخواهم بود. زیرساخت من و توییم، من و توییم که زیرساختیم. یعنی ما بایستی کارمون انجام بدیم بریم جلو. اولین چیزی هم که دوستمون دوستای زیاد بگیریم حق ذاتی و حق شهروندی بوده. این دوتا رو ما بدونیم، ذهنمون شروع میکنه کار کردن، بعد با این کار کردن ذهنمون میتونیم رو به جلو بریم، حالا هر چقدر تا هر کجا. من جناب عباسی فرمودن در مورد خودآگاهی، 100% خودآگاهی فردیه، ولی ما نیاز به آگاهی جمعی داریم. فرد فرد آگاه بشیم، ولی جمع آگاه بشه. وقتی جمع آگاه شد عکس العمل خواهیم داشت، ولی فردن ما آگاهیم، الان من میدونم اینم اونم اونم اونم، ولی زوری ندارم دستم. ولی وقتی شدم 100 تا، وقتی شدم 1000 تا، اون وقت این ذهن من میتونه تراوش بکنه، اون خودآگاهی هایی که دوره هم هست تبدیل بشه به آگاهی جمعی. من مشکلی نداشتم با خودآگاهی، یه اصل اولیه است، ولی حرکت رو به جلو نیاز به آگاهی جمعی داره برای موفقیت. در مورد دوستمون که گفتن با اتحاد موافقم، من 100%، یعنی طبیعت آگاهی به اتحاد میرسه. اتحاد برای رسیدن نه به یه موضوع، اتحاد برای رشد. ببینید ما برای این که بخوایم موفق شیم یه عامل عمده داریم که باید رشد کنیم، نه یک کلمون گنده بشه، رشد کنیم، بدونیم چی میخوایم،
فکر کنیم، حرکت کنیم. این رشد نیاز به این داره که ما در کنار هم با هم دیگر فکر بکنیم. اما وقتی یه جایی رو من به اینو میخوام بگم، نه اینکه بگم اتحاد، ولی وقتی یه جا میگیم، چون من در اپوزیسیون دائم میشنوم آقا مثلا امروز فقط اتحاد، بیایم یه جمعی درست کنیم بریم راجع به مثلا این موضوع حرکتی انجام بدیم، آقا بیایم یه جمع برانداز درست کنیم، جمهوری خواهان اینجوری، جمهوری خواهان اونجوری درست کنیم، بیایم این کار. ببینید اینا خیلی خوبه، اما یه سری اشکال داره دیگه. اشکالش اینه که آگاهی جمعی نیست. من در کانون همیشه گفتم دوستان ما وظیفه داریم آگاهی رسانی کنیم و افشاگری کنیم. آگاهی رسانی یعنی مسائل حقوق ذاتی و حقوق شهروندی رو به جامعه نشون بدیم، افشاگری یعنی موارد نقض حقوق بشر رو ارائه بدیم، بذاریم خود آدما برن فکر کنن، آشنا بشن، بیان کار کنن. اما وقتی میخوایم بگیم الان بیایم تو کانون بگیم آقا از الان ما بشینیم برنامه‌ریزی کنیم، هر کسی حاضر جمهوری اسلامی رو بندازه بیاد با ما متحد شه، دیگه ما حقوق بشر نیستیم، میریم یه فاز دیگه، یه جای دیگه. اینه که نوع کار، این اصل اون زیر ساخت، اصل حرکت رو به جلو و رشد، همین دوتا موضوع، دوتا کلمه هست. این دوتا رو ما درست اجرا کنیم، با کمک هم دیگه اجرا بکنیم، در کنار هم اجرا بکنیم بدون حادثه ذهنی، بدون حادثه ذهنی ما 100% موفق خواهیم بود. الان 200-300 نفریم، فردا 500 تا، بعدش میشیم 1000 تا. این یه جمعه، اگر 100 تا از این جمعه درست بشه، هر کم برای خودش. من هیچ وقت مدعی نیستم بگم همه حقوق بشری بیان جمع بشن یا ما بریم با بقیه حقوق بشری، اصلا اعتقادی ندارم. یه اصطلاح دارم میگم هر کسی کار خودش، با کار خودمونه میکنیم، با کار خودمون ذهنیت ها رو آگاه میکنیم، همکار دیگه ای که کار حقوق بشر میکنه اونم هم، یکی میاد فقط راجع به اعدام صحبت میکنه، راجع به زنان صحبت میکنه، یکی راجع به پناهنده صحبت میکنه، هر کی در حد توانش. این شروع میشه به جمع کردن. الان ما نگاه کنیم یک ذهنیت جمعی در جامعه خارج از کشور و حتی داخل کشور داریم، اما هنوز کوچیکه، هنوز کوچیکه. اینه که این خیلی مهمه. از حالا الان بیان بگیم آقا هر کسی کار حقوق بشر میکنه، ما یه اعلامیه بدیم آقا همه حقوق بشر جمع شن، یه جلسه بذاریم اتحاد امروز برای این کار. خیلی خوبه نه؟ اما یه مشکل داره. نوع حقوق بشری که من فکر میکنم، با نوع حقوق بشری که خانم دژن فکر میکنه، با نوع حقوق بشر سبزیان که فکر میکنه فاصله است. ما اینکه توی یه مجموعه هستیم ها. پس به مجردی که بیایم بگیم حالا میخوایم یه کار مشترک بکنیم، 3-4 انگ میاد وسط، من میگم نه من اینجوری نیستم، دژن میگه منم اینجوری نیستم، سبزیان هم میگه نه من این کارو نمیکنم، و تموم شد رفت، اتحاد هم این رفت. ولی وقتی ما خودمون خود به خود به هم وصل بشیم، ذهنیت هامون یه نوع کار انجام بده، اون میشه در واقع به اصطلاح آگاهی جمعی. من نگاهم این است و مخالفتی هم با اتحاد ندارم، ولی من اتحادا رو، یه دونه اتحاد موفق نداشتم تا این لحظه. من نکردم، من هیچ‌وقت دوباره اتحاد نبودم با جمعی مثلا، ولی چون همیشه معتقدم، میگم ما هر کی بخواد کار خودش رو بکنه. ما فقط یه بار دور هم جمع شدیم سال 2002 تا 2006، یه تشکیلاتی درست کردیم به اسم فعالان مدافع حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی. 16 گروه شدیم، 6 سال کار کردیم، خیلی هم عالی، کار عالی. ولی همون موقع هم میگفتیم، از اول میگفتیم هر کی کار خودش، میگفتیم اگر خواستیم یه اطلاعیه بدیم 80% جمع باید موافقت کنه. چرا 80%؟ برای اینکه حالا دیگه مثلا 20%، اگه مثلا 16 نفریم دیگه 12 تا که موافقن، دیگه خود به خود اون 4 تا هم میتونن بپذیرن. نیومدیم بگیم 50 به علاوه 1. میخوام بگم که نوع نگاه، معتقدیم هر کسی داره کار خودشو میکنه، تا
فعالیتشو میکنه. اصل حقوق بشر گشتیم جلومون، داریم میریم به جلو. اصل حقوق بشر از دید ما آگاهی رسانی و افشاگریه که داریم کارمون رو انجام میدیم. حالا یه کسی میگه آقا من فقط و فقط میخوام روزه به زنان کار کنم، قدمه تو چشم بکن. ما تو همین خود کانون داشتیم چند تا از دوستانمون که از ما جدا شدن رفتن دارن همین کار رو انجام میدن جای دیگه، خیلی هم عالیه. من حتی به دو سه تاشون گفتم آقا از ما کاری برمیاد بگو، حتی مثلا یکشون که اصلا من اطلاعات بهش دادم، نمیدونم کمکش کردم برای چند جا. وظیفه‌مونه، چون اصلا مهم نیست که حتما باید در کنار هم باشه. هر کسی میخواد یه مجموعه درست کنه، من الان هر کسی میاد میگم بری یه وبلاگ بزنی، چرا میگم یه وبلاگ بزنی؟ برای اینکه برید آزاد کنید خودتون، حرفتون بزنید، کارتون انجام بدید. یه بخشی هم اینجا دارید تو کانون، میتونید از همین کانون هم بهره برداری کنید، استفاده کنید در مجموعتون. خیلی عفوام ببخشید. من شما گاه گداری یه پیام بده از هر وقتی، چون من روزخانیم خوبه، وقتی میفتم رو منبر دیگه ولکن نیستم. بشه آقای سعادتی دستشون بلند داره، خواهش میکنم داشتم اینشون بفهمید. درود مجدد خدمت دوستان. به نظر من اول باید واسه اتحاد یک کلمه مشترک پیدا کنیم. اتحاد میشه مثل تیم فوتبال که به قول آقای دوست عزیزمون که هر کس کار خودش رو میکنه ولی هدف پیروزی و گل زدنه. یکی این و یکی دیگه هم این که این اتحاد نشد که وسط راهی رو برگردیم بگیم که خب من میخوام این کارو کنم، من میخوام این کارو کنم. این اصلا به نظر من اصلا اتحاد نیست. مثل اینکه برگردیم همه بیافتیم توی آب بگم من خشک خیسم. ما خشک خیس نداریم که. اگه همچین اتفاقی بیفته بس هنوز ما اتحاد پیدا نکردیم. کلمه اتحاد یعنی اینکه دیگه متحد میشی. یعنی اصلا معنیش رو بخونی دیگه امکان نداره اینا اصلا سوا بشن. مثل تیکه‌های زنجیر میمونه. مگه اینکه یک جا بشکنه، مگه اینکه یک چیز خارجی وارد بشه و اونجوری میتونه این اتحاد رو از بین ببره. من باز هم میگم اتحاد به نظر من رمز پیروزیه، ولی با آگاهی. میگه آزادی در گروه آگاهی. و به نظر من آگاه کردن خیلی خوبه، ولی یاد گرفتن متحد شدن هم خوبه. نمیشه فقط گفت که ما آگاه باشیم. وقتی آگاه شدیم دیگه اتحاد یا متحد شدن رو بلد نیستیم، به هیچ جا نخواهیم رسید ما. ممنون. ممنون از شما. تو صحبت‌های آقای شفایی به این موضوع اشاره کردن که مثلا همین جمع خودمون مثال زدن که اگر ما داریم با هم همکاری میکنیم، اول دوستیم، بعد همکاریم، بعد همراهیم، و همه اینها مستلزم اینه که ما در این مسیر گذشت کنیم. فکر میکنم این جواب سوال شما هم میتونه باشه که یعنی یه فرهنگی را بیفته در این گروه که اگر ما قراره با هم به یک هدف برسیم، پس باید گذشت کنیم، این کار رو بکنیم، اون کار رو بکنیم و در کنار هم دیگه یک مجموعه رو پیش ببریم. جناب شفایی اگر موضوع پایانی هست که میخواین اضافه کنید میشنویم ازتون. دوستان اگر سوالی نیست جمع‌بندی کنیم جلسه امروز رو، یه ویدیو هست با هم ببینیم و مرسی. خیلی خسته نباشید، خیلی خوب بود جلسه، برای من خوب بود. من بحثی هم که با هم کردیم عالیه. دوستان میتونن حتما حرف منو باور نکنن و من فقط حرفامو میزنم، دوستان هم حرف زدن، من حرفاشون رو گوش کردم، به هر حال نظر خودم رو گفتم. دوستان هم میتونن نظر خودشون رو داشته باشن، اصراری هم ندارم و عادت کردم به این که وقتی موضوع مطرح میکنم حد اکثر دو بار تکرار کنم، دیگه بار سوم دیگه نمیگم تا دوستان یا من خودم به نتیجه برسم یا دوستان به نتیجه برسن. من در رابطه با جلسه که تموم میشه، من میخواستم خواهش کنم که اگر امکان داشته باشه آقای عباسی هم تشریف داشته باشن، بعد که دیگه به اصطلاح با قطع کردید یه کوچولو با جمع صحبت داشته. خانم بیرجندی زحمت کشید ویدیو رو الان برامون میذارید یا لایو رو استاپ میکنیم بعد بذاریم؟ من ویدیو با آقای حجتی چک کردم، مشکل نداره به لحاظ کپی رایت. خب اگه مشکل نداره من الان شیر میکنم، فقط من راهنمایی کنید صدا من هست. میگم قطع کنید بهتره، من میترسم باش یوتیوب استرس نشید. لایو قطع میکنید. ممنون از تک تک شما عزیزان که تو این جلسه مشارکت کردید، شرکت کردید، وقت گذاشتید. ممنون از جناب آقای شفایی برای اطلاعات مفید که در این زمینه به همون دادن. وقت همگی خوش.